ماهیانه کمیته کار و کارگر رو در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه دوستان آقای مهدی افشارزاده، جناب عبدالمجید بازداران، بانو مهناز ترابی، بانو پریدا ترابی و جناب بهنام شیر محمدی دوستانی هستند که سخنرانان جلسه هستن و در پایان هم بحث آزاد داریم. جناب مهدی افشارزاده در رابطه با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خدمتشون هستیم و جناب بازداران بررسی شرح پیماننامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال رو و همینطور مقایسه اون با قانون اساسی رو برای ما بیان میکنن. بانو مهناز ترابی وضعیت کارگران بازنشسته رو ارائه میدن. بانو پریدا ترابی روز جهانی عکاسی رو و جناب شیر محمدی هم اعتراض و اعتصاب های کارگری. موضوع بحث آزاد هم حق امنیت شغلی هست. خب اگر دوستان آماده باشن، جناب افشارزاده اگر آماده هستین، ما در خدمت شما هستیم تا صحبت شما بشه. جناب افشارزاده بله. با سلام خدمت همه همکاران گرامی، گزارش و تحلیل اخبار و نقض حقوق کار و کارگر رو خدمت شما ارائه می‌کنم. بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از هفته آینده منتظر واریز حقوق مرداد ماه خود هستند و این در حالیه که افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان مشخص نشده. در روزهای گذشته سخنگوی دولت اعلام کرده که اختیارات دولت در رابطه با بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و استقلال صندوق‌های بازنشستگی رو از دولت میخوان بگیرن و این باعث میشه که این تفاوتی وجود داره که باعث میشه که افزایش حقوق بازنشستگان هر ماه فقط یک جلسه برگزار میشه و هیچ چیزی اتفاق نمیفته، هیچ افزایش حقوقی صورت نمیگیره. مرگ کارگر کارخانه پوشش لوله سلفچگان به دلیل سوختگی شدید. یک کارگر کارخانه پوشش لوله سلفچگان که چند روز پیش دچار سوختگی شدید شده بود در بیمارستان جان باخت. این کارگر جوان کامران صلواتی 29 ساله و اهل سنندج بود. کامران صلواتی چند روز پیش در حین کار در کارخانه پوشش لوله سلفچگان در اثر ریختن مواد مذاب بر بدنش دچار سوختگی شدید شده بود. او سریعاً به بیمارستان درغاب منتقل شد و به گفته همکارانش بیش از 80% بدن این کارگر دچار سوختگی شده بود. متاسفانه وی به دلیل شدت جراحات روز چهارشنبه 12 مرداد 1401 فوت شد. اخراج کارگران گیتای گمرکی منطقه آزاد و اروند پس از تعطیل. وضعیت استخدامی کارگران گیتای گمرکی منطقه آزاد اروند پس از بسته شدن این گیت‌ها مشخص نیست. کارگران گیتا با متوقف شدن فعالیت آنها از روز یکشنبه 8 مرداد ماه 1401 در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این کارگران که نزدیک به 130 نفر می‌باشند سال هاست که تحت مسئولیت سازمان منطقه آزاد اروند کار می کنند، اما با متوقف شدن فعالیت این گیتا کارگران مزبور بیکار شده و هیچ مسئولی پاسخگو نمی باشد. راه پیمایی کارگران شرکت تولیپرس در مقابل استانداری قزوین. کارگران شرکت تولیپرس در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد تجمع کردند. این تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه 11 مرداد در برابر استانداری قزوین برگزار شد و کارگران خواهان رسیدگی مقامات دولتی به مشکلات معیشتی و وضعیت استخدامی خود شدند. در ادامه تجمع اعتراضی کارگران شرکت تولیپرس در خیابان قزوین، آنها با شعار عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، کارگر تولیبر صاحب عزاست امروز،
کارگران تولیپرس نزدیک به 6 ماه است دستمزد خود را دریافت نکردند. مدیران شرکت از ابتدای مرداد ما با پرداخت بیمه بیکاری به جای دستمزد در نظر دارند کارگران خود را اخراج کنند. فیلم های مخفیانه گرفته شده از تخریب منازل بهاییان در مازندران. ماموران امنیتی با حمله به منازل بهاییان چندین خانه را خراب کردند و این حمله از ساعت 6 صبح سه‌شنبه 11 مرداد به روستای روشنکو آغاز شده است. بیش از 200 تن از ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه به همراه نیروهای حراست اداره جهاد کشاورزی با حمله به منازل روستایان آنها را تخریب کردند. ماموران انتظامی به منظور جلوگیری از انعکاس خبر موبایل افراد حاضر در روستا را توقیف کرده و راه‌های ورود به روستا را مسدود کردند. اهالی روستا به خصوص زنان به دفاع از خانه‌هایشان پرداختند، اما ماموران با کتک زدن و دستگیر کردن آنها را به عقب راندند. روستای روشنکو از توامع شهرستان ساری می باشد. بیشتر اهالی این روستا را بهاییان تشکیل دادند. مرگ دلخراش کودک کار 7 ساله به دلیل غرق شدن در گودال آب. یک کودک کار بلوچ به دلیل سقوط در گودال آب جان خود را از دست داد. این کودک کار که سلمان نام داشت 7 ساله و اهل نصرت آباد از توابع زاهدان بود. سلمان یک کودک کار بود که برای تأمین مخارج زندگی خود و خانوادهش اقدام به جمع‌آوری زباله می کرد. این حادثه روز دوشنبه 10 مرداد اتفاق افتاد. چندی پیش شهرداری نصرت آباد در داخل پارک این شهر اقدام به حفر گودال عمیقی کرده بود که در سیل اخیر پر از آب شد. به گفته یک منبع مطلع، این کودک کار جهت جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی وارد گودال شد که به دلیل عمق زیاد گودال جان خود را از دست داد. خانواده وی پس از ساعت‌ها جستجو کفش‌های وی را کنار گودال پیدا کردند. آنها سریعا با هلال احمر تماس گرفتند تا با امکانات هلال احمر آب گودال تخلیه شود. اما مقامات هلال احمر گفتند کفکش های این اداره خراب و پس از اون صحنه رو ترک کردند. تلاش برای آوردن لودر شهرداری نیز به جای نرسید. در نتیجه مردم بدون داشتن امکانات لازم با بستن طناب به کمر یک شهروند در ساعت 4 صبح توانستند جسد کودک کار رو از گودال خارج کنند. پرداخت نشدن 4 ماهه دستمزد و بیمه کارگران شهرداری ایرانشهر. کارگران شهرداری ایرانشهر نسبت به پرداخت نشدن 4 ماهه دستمزد و بیمه خود اعتراض دارند. این کارگران همچنین 14 سال است عیدی خود را دریافت نکردند. مقامات شهرداری و شورای شهر علت پرداخت نشدن دستمزد کارگران را نداشتن منابع مالی عنوان کردند. این کارگران در بخش خدمات و فضای سبز کار می‌کنند. آخرین دستمزد دریافته کارگران مربوط به اسفند ماه سال 1400 و پس از اون کارفرما تحت عنوان نبود منابع مالی دستمزد را پرداخت نکرد. در شهرداری ایرانشهر 650 نفر کارگر به صورت قرارداد مستقیم و با سابقه بالای 15 سال مشغول به کار هستند. شهرداری در رابطه با پرداخت دستمزد آنها پاسخ مشخصی نمی‌دهد. تجمع اپراتورهای برق منطقه زنجان در اعتراض به افزایش حقوق اندک. اپراتورهای برق منطقه زنجان در برابر ساختمان مرکزی این اداره تجمع و اعتراض کردند. این تجمع در اعتراض به صادر نشدن احکام افزایش حقوق و پایین بودن آن می باشد و این تجمع در روز چهارشنبه 12 مرداد برگزار کرد. کارمندان شرکت برق منطقه زنجان کمترین حقوق را به دلیل نداشتن مزایا دریافت می کنند و این وضعیت برای کارمندان رسمی، پیمانی یا کار معین تفاوتی ندارد. یکی از اپراتورهای برق منطقه زنجان در رابطه با علت افزایش نیافتن حقوقشون میگوید یکی از دلایل اصلی اینه که الان در برج ششم است.
ولی هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده. بعد از تصویب 38%، دولت یک بندی رو به بودجه اضافه کرده که حقوق کارگران نباید 1.2 دهم بیشتر از کارمندان باشه. و یکی از معضلات این قضیه اینه که وزارت نیرو اصرار زیادی بر اعمال این 1.2 دهم داره و این مسئله موجب کاهش حقوق میشه، چرا که اعمال 38% به اضافه 1.2 دهم درصد حقوق رو فقط 4 تا 5% افزایش میدهد. اعتراض کارگران شهرداری ایلام به پرداخت نشدن 4 ماهه دستمزد. کارگران شهرداری ایلام 4 ماهه که دستمزد خودشون دریافت نکردند. این کارگران ضمن اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشون خواستار رسیدگی مسئولین و پاسخگویی آنها شدند. این کارگران تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری هستند و از ابتدای سال جاری دستمزدی دریافت نکردند. کارفرما و شهرداری کمبود منابع مالی رو علت پرداخت نکردن دستمزد عنوان کرده. یکی از کارگران شهرداری ایلام گفته بابت 4 ماه مطالبات مزدی سال جاری طلبکاریم و مشکلات ما ناشی از کمبود منابع مالی در شهرداریه. شهرداری چرا باید امنیت شغلی و معیشتی کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری رو به خطر بندازه؟ تنها نگرانی ما انباشته شدن مطالبات اون در ماه‌های آینده است و اینکه اگر در هر ماه بخشی از آن پرداخت نشه بار دیگر مطالبات ما افزایش پیدا خواهد کرد. زخمی شدن یک کولبر اهل سقز در اثر انفجار مین و عدم توانایی پرداخت پول برای عمل جراحی. روز شنبه 8 مرداد یک کولبر اهل سقز با هویت عطا حسن‌زاده 35 ساله در حین کولبری در مرز بانه در اثر انفجار مین از ناحیه پا به شدت مجروح شد و خانواده این کولبر توانایی پرداخت درخواستی برای عمل جراحی وی را ندارد. بر اساس گزارش‌های رسیده عطا حسن‌زاده همینک در بیمارستان شهریار تبریز بستریه و پزشکان معالج برای انجام عمل جراحی درخواست مبلغ 300 میلیون تومان کردند. اما این خانواده قادر به تامین مبلغ درخواستی نیست و از مردم میخواد که برای جلوگیری از قطع پای عطا به آن کمک کنه. گفته نیست که عطا حسن‌زاده 35 ساله متأهل و پدر 2 فرزند میباشد. اخراج 30 تن از کارگران شهرداری ارومیه به دلیل افشای دزدی در شهرداری. 30 تن از کارگران شهرداری ارومیه از کار اخراج شدند. این اخراج پس از آن صورت گرفت که اخبار دزدی مقامات شهرداری ارومیه منتشر شد. مقامات شهرداری ارومیه در فیش حقوقی این کارگران مبلغ 5.8 میلیون را درج کردند. اما نیمی از این مبلغ را هم به کارگران نمیدادند. پس از افشای دزدی مقامات شهرداری در یک واکنش تأمل برانگیز، شهردار به جای مجازات مقامات این اداره اقدام به اخراج 30 تن از کارگران شهرداری ارومیه کرد. این اخراج زمینه ساز واکنش های زیادی در رسانه های استانی شده است و یک رسانه در شهرستان ارومیه نوشته بود حسین مهدیزاده شهردار ارومیه اگر جرأت داشت آقازاده هایی را اخراج میکرد که به قدرت وصلند و بدون هیچ کارایی چندین برابر این کارگران بدبخت حقوق میگیرند. پیش از این مهدیزاده شهردار ارومیه وعده حفاظت از معیشت پرسنل شهرداری را داده بود. اخراج کارگران شهرداری ارومیه با وعده های داده شده کاملا مغایرت داره. اما نکته اینجاست که مهدیزاده در سخنانش مشخص نکرده منظورش از همکاران چه کسایی هست. آیا و این کارگران شهرداری ارومیه رو جزو همکاران خودش میدونه یا خیر؟ پرداخت سنوات کارگران شهرداری ملارد در ابهام 6 ماه. سنوات کارگران شهرداری ملارد که از دیماه سال 1400 بازنشسته شدند تا کنون پرداخت نشده. این در حالیه که شهرداری توان مالی برای پرداخت این وجوه رو داره اما از پرداخت اون خودداری میکنه. این کارگران با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شدند اما شهرداری با آنها تسویه حساب نمی‌کند.
یکی از کارگران شهرداری در این رابطه میگوید بخشی از احکام بازنشستگی ما با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بخشی دیگر به صورت عادی صادر شده و رقم حق سنوات پایان خدمت زمان با توجه به میزان سوابق کاری از 100 تا 150 میلیون متغیره، اما تا این لحظه هنوز با ما تسویه نشده. مطابق قانون این مزایا باید در زمان بازنشستگی و ترک کار پرداخت بشه تا به پشتوانه آن کارگر بازنشسته بتونه از عهده مخارج در زمان سالمندی بر بیاد. پیش از این قرار بود سنوات بازنشستگی کارگران به جای یک ماه حقوق بر مبنای دو ماه حقوق پرداخت بشه، اما تا کنون اقدام موثری صورت نپذیرفته. توفیق محمودی به دادسرای سنندج احضار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، توفیق محمودی فعال کارگری اهل سنندج طی ابلاغیه‌ای جهت عقص آخرین دفاعیات به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد. بر اساس این ابلاغیه از وی خواسته شد که طی مدت 5 روز جهت عقص آخرین دفاع در شعبه دوم بازپرسی انقلاب حاضر شود. زخمی شدن 10 کولبر بر اثر شلیک یا تعقیب نیروهای امنیتی. بر اساس شلیک نیروهای امنیتی در روز جمعه 7 مرداد 10 کولبر در نوار مرزی نوسود زخمی شدند. کولبرها زخمی هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی قرار گرفته و یا در اثر سقوط از کوه زخمی و مصدوم شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده 4 تن از کولبران هدف شلیک مستقیم هنگ مرزی قرار گرفته و زخمی شدند. اسامی کولبران زخمی عبارت است از دلاور فرا مرزی اهل روستای تین از دوابه پاوه که از ناحیه صورت مورد اصابت گلوله ساچمه قرار گرفت. همچنین 3 کولبر دیگر به اسامی حیدر خودکام اهل پاوه، علی بهرامی و کوسار خسروی اهل روستای تین نیز از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. تجمع اعتراضی بازنشستگان کارگری خوزستان. به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه 8 مرداد بازنشستگان اهواز و شوش با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی نسبت به عدم اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری اعتراض کردند. این بازنشستگان ضمن انتقاد از عدم تمکین به قانون میگویند بیش از 9 روز از نامه رسمی رئیس مجلس گذشته. دولت باید تا کنون مصوبه افزایش مستمری ها را اصلاح می‌کرد، اما خواسته ما احیای افزایش 38%. همانطور که در یکی از خبرها خوندیم که شهرداری ها به جای 38% میخوان 1.2 دهم افزایش حقوق رو اعمال کنند. فاطمه بهمنی به جزای نقدی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، فاطمه بهمنی فعال صنفی معلمان توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب شازند به جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس محکوم شد. خانم بهمنی توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب شازند به دلیل تهیه عکس و فیلم و ارسال پیام و مصاحبه با کانال‌ها و شبکه‌های مخالف نظام به 10 میلیون تومان جزای نقدی که بدل از حبس می باشد محکوم شدند. خب من در پایان می خوام حق به ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کنم. هر کسی حق داره که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانوادهش را از حیث خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین و همچنین حق داره که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری و در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسانه وسایل امرار معاش او از بین رفته باشه از شرایط آبرومندانه برخوردار باشه برای ادامه زندگی.
مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت‌های مخصوص بهره‌مند بشوند و کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که از همه نوع حمایت اجتماعی برخوردار باشند. و در آخر ماده 23 حق امنیت کار. هر کسی حق داره کار کنه. کار خود را آزادانه انتخاب کنه. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خودش خواستار باشه و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار بگیره. همه حق دارن که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت نمایند. و هر کسی که کار میکنه به مزد منصفانه و رضایت بخشی برسه و اونقدر باشه که زندگی اون فرد و خانوادهش را موافق شئون انسانی تأمین کنه و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگری حمایت اجتماعی بکنه. هر کسی حق داره که برای دفاع از منافع خودش با دیگران اتحادیه تشکیل بده و بعد در اتحادیه ها نیز شرکت کنه. سپاسگزارم از شما که به گزارش و تحلیل بنده گوش دادید. درود بر شما جناب افشارزاده عزیز. متاسفانه خب موارد نقض حقوق بشر تو ایران موارد مختلف داره، ولی این قسمت که مربوط به کار و کارگر میشه یه مقدار به نظر من یه حساسیت ویژه داره، اونم از بابت این آقایونی که دم از اسلام میزنن، چون اینا طبق گفته خودشون، من که حالا صاحب نظر تو این زمینه نبودم، طبق گفته خودشون میگن که به فرض حالا یکی از اماما گفته که کارگر وقتی که هنوز عرقش پشت نشده باید مزدش رو بهش پرداخت کنه. حالا چطور توی همچین حکومتی که به اسم خود به حساب خودشون حکومت اسلامی کارگر به این وضع میفته توی تأمل داره که ببینیم که مشکل از اسلامه یا از اسلام ایناست یا حتما پایی از میگن چی میگن خانه از پایی بست ایران هست. ممنون از جناب افشارزاده. دوستان در رابطه با مورد نقض حقوق بشری که جناب افشارزاده عنوان کردن، آیا موردی هست که از سلام و فضای شما بدونید که بخواید به اشتراک بذارید؟ بسیار ممنون از جناب افشارزاده. خب در ادامه در خدمت آقای بازداران خواهیم بود. جناب بازداران اگه آماده هستیم، ما در خدمت شما هستیم با بررسی شرح پیماننامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال. بفرمایید. چه مشکلی در اینجا باز دارم؟ درود بر شما، امیدوارم که صدا الان وصل شده باشه. خب درود بر شما همکاران گرامی. در این قسمت ابتدا توضیح در مورد تاریخ تصویب پیماننامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال خواهم داد، سپس چند ماده از این پیماننامه رو بررسی میکنم و همچنین اشاره‌ای به تعهد جمهوری اسلامی ایران به آن دارم و در آخر وارد موارد نقض اون رو در ایران اعلام خواهم کرد. البته چند مورد فقط. کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار بنا به دعوت هیئت مدیره دفتر بین المللی کار 42مین دوره اجلاسی خود را در تاریخ 4 ژوئن 1958 در ژنو منعقد ساخت و در تاریخ 25 ژوئن 1958 این مقابله نامه را که مقابله راجع به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال نامیده می شود به تصویب رسانید. از لحاظ این مقابله نامه تبعیض عبارت است از الف هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آبا و اجداد یا طبقه اجتماعی برقرار بوده و
و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد. ب. هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران باشد و پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری کارفرمای سینف از طرف مقامات صلاحیت دار به این عنوان شناخته و معرفی گردد. هر یک از دولت‌های عضو که این مقابله نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی مطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هر گونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید. اقداماتی که علیه شخص معینی که انفرادن مورد سوء زن واقع شده است و احتمال داده می شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می نماید یا مسلم شده است که به یک چنین فعالیت می پردازد تبعیض محسوب نمی شود. لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد که در این خصوص به یک مقام صلاحیت دار ملی که طبق اصول آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند. هر یک از دول عضو می تواند پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی زینف اقدامات یا مقرراتی که به منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می آید و نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یا سن و شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم به نظر می رسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض نامیده می شود خارج سازد. هر یک از دولت‌های عضو که این مقابله نامه را تصویب می نماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه بین المللی کار مفاد آن را در سرزمین‌هایی که خارج از سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجرا کند. قانون این پیمان‌نامه که مشتمل بر ماده واحده و متن مقابله نامه زمین بوده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و ایران نیز به عنوان یک کشور عضو ملزم به رعایت مفاد این پیمان‌نامه می‌باشد. اما با اینکه ایران نیز از دول عضو این پیمان‌نامه به شمار می‌آید ما همواره به صورت روزانه و به مقدار قابل توجهی شاهد تبعیض اهم از تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و غیره در بخش‌های خصوصی و دولتی هستیم. قبل از ورود به بحث استخدام‌ها در بخش خصوصی لازم است به استخدام‌های دولتی هم بپردازیم. کاظم فرج‌اللهی کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها میگه در سالهای اخیر فیلترها در این زمینه به قدری تنگ شده که عملا فقط وابستگان کارمندان دولت می توانند به استخدام دولت در بیایند. این زمینه را برای ورود افراد جدید از بین برده است و به غیر از برخی جاها مانند آموزش و پرورش عملا می بینیم که با این ضابطه که یک کارمند دولت وقت بازنشستگی می تواند یک فرزند از نزدیکانش را معرفی کند، دایره کسانی که می توانند به استخدام دولت در بیایند تنگتر و تنگتر شده است. بخش عمده ای از استخدام ها نیز در بخش خصوصی است. یعنی اینکه یا یک فعال بخش خصوصی در کسب و کاری که ایجاد کرده نیرو استخدام می کنند یا کارهای دولتی و سازمان‌های عمومی برون سپاری شدند. ما یک بازار رسمی و یک بازار غیر رسمی کار داریم. در بازار رسمی روابط و ضوابط مشخص است. قانون میگه عدم استخدام به دلیل جنسیت، رنگ پوست، قومیت، عقاید مذهبی، عقاید سیاسی و مذهب و غیره قانونی نیست. با وجود این تبعیض‌های مختلفی در بازار کار می‌بینیم. مثلا اینکه کارفرمایی بگوید زن استخدام نمی‌کنم یا مرد استخدام نمی‌کنم. این قانونی نیست. در واقع چنین شرطی می‌تونه موضوع شکایت باشه اما عملا این شکایت و پیگیری اتفاق نمیفته چون بر فرض مثال زنی از کارفرمایی شکایت میکنه
که اون شرط رو گذاشته که زنها رو استخدام نمی‌کنه. دادگاه هم رأی به نفع او می‌دهد. بر فرض محال که این نیروی کار بتونه توانایی فنی و تخصصی خودش رو هم اثبات بکنه و سر کار هم بره. به دلیل قرارداد موقت 6 ماه بعد تعدیل میشه. این وضعیت درباره کارگرانی که به استخدام در میآیند و بعد به شرایط ناعادلانه اعتراض میکنند هم وجود دارد. برای مثال کارفرمای عنوان میکنه که من فقط زنان مجرد رو استخدام میکنم. اگر زن مجردی که استخدام شده بخواهد ازدواج کند میتواند شکایت کند و بگوید کارفرما شرطی غیرقانونی گذاشته. اما عملا 6 ماه بعد و با پایان قراردادش مجبور به ترک شغلش میشه. این مورد را به ویژه درباره فعالیت‌های صنفی کارگران به وضوح می‌بینیم. کارفرمایانی با بهانه اینکه ما شرط گذاشته بودیم وقتی کارگری عضو اتحادیه یا تشکلی می‌شود اخراجش می‌کنند، این اتفاق تشکل یابی را با مشکل مواجه می‌کنند. در بسیاری کشورها اگر این اقدام خلاف صورت گیرد شدیداً با متخلفان برخورد می‌شود، در صورتی که در کشور ما این تبعیض‌ها به روال عادی استخدام تبدیل شده است. البته در مواردی خود به خود عواملی که ایجاد تبعیضات تلقی شدن نقش‌آفرینی می‌کنند. برای مثال کار کردن یک معلول جسمی روی دکل نفتی ممکن است امکان پذیر نباشد یا برخی از مشاغل مناسب زنان نباشند. اما ما با استثناها کاری نداریم، بلکه قواعد کلی رو می‌گوییم و بر اساس آن تبعیض در استخدام غیرقانونی است. برای مثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مهر ماه سال 1399 طرحی را تحت عنوان استفساریه تبصره 1 بند ذ ماده 87 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب می کنند که به عنوان قانون تفسیر بند واو ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنج ساله پنجم به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و طی آن چندین هزار نفر از کارکنان قراردادی و پیمانکاری حتی با کمترین شرایط ایثارگری بدون هیچ آزمون و مصاحبه و سنجش عمل کرد مشمول تبدیل وضعیت به صورت کارمند رسمی دولت شدند که این هم به تایید شورای نگهبان رسیده است. یا اینکه در موارد دیگر زمانی که به حوزه‌های مختلف کار در کشور نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در بعضی شغل‌ها نه تنها تساوی کمرنگ است بلکه گاهی کلاً وجود هم ندارد. یک فعال مستقل کارگری میگه بر اساس قانون هر گونه تبعیض در استخدام نیروی کار خلاف است و باید با آن برخورد شود. اما عملاً چنین اتفاق نمی‌افتد و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای رفع این تبعیض‌ها هم وجود ندارد. یکی از اصلی ترین این موارد پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی هستند. در چنین حوزه های حضور زنان بسیار کمرنگ است، تا جایی که در چند سال اخیر جذب نیرو به صورت آزمون استخدامی برای زنان مجاز نبود و فقط در چند شرکت اجازه رهیافت زنان مطلوب بود. در سال 99 به صورت میانگی حدود 8 شرکت جذب نیرو و آزمون ورودی داشت که فقط تعداد بسیار کمی خانم، یعنی زیر 60 نفر در کل کشور، اجازه شرکت در آزمون داشتند. در سال 98 این تعداد کمتر بود و در سالهای 96 و 97 این تعداد به 0 میل میکرد. این موارد تنها چند مورد از تبعیض‌ها در شرایط استخدامی افراد جویای کار است. متأسفانه همچنین در حال حاضر شاهد تبعیض‌های زیادی در زمینه افراد با عقاید و اعتقادها به مذاهب غیر از اسلام شیعی هستیم که حتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هست. سخنرانی من همینجا به پایان رسید. ممنونم از توجهتون و وقتی که گذاشتیم. من مایک رو رها میکنم. ممنون جناب بازرگان عزیز، خیلی عالی توضیح دادین این کنوانسیون رو و من معتقدم که قوانین همه میتونن خوب باشن، مشروط به اینکه افراد آگاهیشو داشته باشن. و حالا تو کشور ما عملا از اونجایی که از پایه حقوق انسان
از همون ابتدا یعنی در واقع کودکی آموزش داده نمیشه، خود به خود وقتی که بزرگتر میشیم اولا چیزهایی که به عنوان حق توش باید ازش استفاده بکنیم اولا برای اون بیمعنیه، ولی یه دفعه گیر میافتیم تازه میافتیم چکار کنیم چکار میشه کرد، اصلا هیچ راهکاری هم به ذهنمون نمیرسه چون اصلا اولا اصلا با اون هر آشنایی نداشتیم. کارگرا الان سال هاست که مثلا خب یه اتحادیه کارگری توی بخش های مختلف وجود داره، ولی عملا از اونجایی که از پایه کار اصولی پیش نیومده، حالا چند سالی هست که یه خود اتحادیه ها نقششون پررنگ تر شده، هر کسی که میاد توی این اتحادیه فعال تر باشه اونو میگیرن زندگیش بودن که اونم ساکت بشه که بقیه هم چیزی نفهمن و تمام میگن هر چیزی که اون چوبی که میخوریم سر بی اطلاعی خودمونه و بی اهمیت دادنش. به فرض مثلا من یه کارگر هستم که دارم مورد سوء استفاده قرار میگیرم، بعد البته الان دیگه این موضوع که الان میگم یه کم رنگ تر شده تیرا، ولی خب قبل این موضوع زیاد بود، حالا نه تنها در بخش کارگری تو بخش مختلف هم این موضوع رو مد نظر، تا وقتی که صدمه برای من هست و به نفرات دیگه وارد نمیشه عملا اونا سرشون تو کار خودشونه، چون میبینن فکر میکنن که ما با هم یه ربطی نداریم یا میترسن از اینکه موقعیت خودشون به خطر بیفته، غافل از اینکه اگر الان شما گلستانجو نامی رو حمایت نکنین گلستانجو میره بیرون، فردا نوبت یکی دیگه میشه و یا چشم بازمون یه کارخونه با یه عظمتی همه کارگران رو به راحتی بیرون کرده با عناوین مختلف که حالا تا دلتون میخواد میشه بهانه آورد برای تعطیلی هر چیزی و سوء استفاده از حقوق کارگرایی که حالا مدت هاست دارن کار میکنن و حالا بعضن یا حقوقای خیلی کمی رو بهشون دادن که فعلا همچنان درگیر باشن یا که اصلا ندادن و همینجوری بلا تکلیف موندن. امیدوارم که روزگار همه ما رو در واقع به جایی برسونه که نتونن ما رو مورد سوء استفاده قرار بدن، حالا هر کی تو هر لباسی و در هر مقام و پستی که هست. ممنون جناب بازداران عزیز. دوستان آیا کسی صحبتی داره؟ حالا سخنرانی که صحبتش رو میکنم من یه وقتی صحبتی میکنم، ولی دوستان دیگه هم اگه دوست دارن اشتراک داشته باشن توی صحبت ها خوشحال میشیم. بله جناب بازداران بفرمایید. جناب احمدی خواه. بله من وضع شدن بله. من خودم یه چیزی رو اضافه بکنم، یه جورای عادی شده مواردی که ایجاد میشه و تبعیض‌هایی که قائل میشن، مردم این رو خبر ازش ندارن و نمیدونن چه حقوقی دارن، خود کارگران نمیدونن که چه حقوقی دارن یا نمیدونن که ایران هم عضو همین کنوانسیون شده و موظف هست که قوانینش رو رعایت بکنه. به خاطر همین تک و توکی هم که به حقوقشون آشنا هستن وقتی که به جای رجوع میکنن، چون که تنها هستن سرکوبشون میکنن. من حتی میدونم که سمت همون شهر خودمون یک شرکت مثلا تبعیضی که انجام میداد، مثلا صاحب شرکت کارگرها رو جمع میکرد و مجبورشون میکرد که نماز جماعت بخونن. خب آقا شاید یه نفر اصلا ما فرض بگیریم که همه هم مسلمان هستن، همه هم شیعه هستن، به اون شکلی شما که شما میخونین نماز، این هم همون کار انجام بدن، شاید الان نمیخوان این کار انجام بدن، ولی این باعث میشد که اینها از روی ترس که اخراجشون نکنن به حرف این آقا گوش بدن و به این شکلی که ایشون میگه حتی فرایض دینشون رو انجام بدن، که حالا این تنها یه موردشه دیگه. میدونین که موارد زیادی هست و در مورد خانم ها که موارد خیلی بیشتر هست. متشکرم. بله جناب میرزایی یا خانم هاشمی در خدمت شما هست. بله همونجوری که دوست عزیزمونم اشاره کرد، تبعیض و ادارجات به شدت بالای، من خودم تو شهرداری کار میکردم و شاهد این بودم که بین زن و مرد تفاوت بود، شاهد این بودم که حتی اگه تو یه آشنایی داشتی تو رو استخدام میکرد میبردتت شهرداری، اگه اون آشنات میرفت تو باید پشت سر اون آشنایی میرفت، مثلا به آقای یه خانم فلانی بسته.
چون این تبعیضات بود، چون فلانی رد خواهد نمیگه، حالا شاید اون آدم به اون کار احتیاج داشته باشه، این اصلا مهم نبود. یعنی دنبال یه بهونه میگشتن شما رو اخراج کنن که مدیر عامل جدید آشناهای خودش رو بیاره. نه خیلی مشخص بود. یعنی تو اگه یه مریضی هم داشتی، همونجوری که این آقا اشاره کردن، اصلا اجازه نداشتی. باید روزه، الکی گفتی روزم. مثلا یعنی چی؟ خب من شاید یه مریضی دارم، اصلا شاید اعتقادی به روزه گرفتن ندارم، یا شاید نمیخوام نماز بخونم. اصلا این جور چیز خیلی تو اداره جات خیلی مشخص بود. یا حتی پوشش، باید فلان جوری بپوشین. عت زدن تو اداره جات واسه خانم ما ممنوع بود. کفشت نباید صدا بده. اصلا اینجا چه ربطی به کار کردن داشت؟ یا بین آقا و خانم، آقایون پست مدیریتی زودتر میگرفتن، آقایون حقوق اضافه کارشون از خانوما بیشتر بود. اصلا اینا، خب منم احتیاجم، حتی منم احتیاج داشتم که اومدم سر کار دارم کار میکنم. من و یه آقای با هم دیگه توی یه قسمت کار میکردیم و ساعت کاریمون اینه هم اضافه کاریمون، ولی چون یه دونه محدودیت داشت برای اون قسمت گرفتن اضافه کاری، چون اون آقا بود به اون بیشتر از من میدادن. من مایک رو رها میکنم. ممنون خانم هاشمی. بله جناب شایگان، متاسفانه این وضعیت ها توی ایران هست. الان هم که جدیداً یه مدار بیشتر شده در رابطه با پوشش بانوان در بخش اداری، که دیگه کلن داره یواشوار اجباری میشه، اصلا جای هیچ توجیهی نداره این موضوع. جناب شایگان بفرمایید، در خدمت شما هستم. درود عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و ممنونم از آقای بازداران بابت گزارش بسیار خوبشون راجع به همین موضوع تبعیض‌ها. ببینید، من خودم شخصا اینجا چون تو آلمان هستم دارم می‌بینم و میگم، همیشه کارفرما تو همه جای دنیا میخواد حق کارگر بخوره چون سود بیشتری ببره. ببینید، کارفرما از زیر مالیات خیلی به ندرت میتونه در بره، چون مالیات دولت پشتش هستش. اما تو کشوری مثل آلمان حق کارگر رو به سادگی نمیتونه بخوره، هرچند که وجود داره، نه اینکه نیست، چون اینجا نهادهای نظارتی هستش، یعنی شما حقوقی که داری میتونی بری شکایت کنی و غیره. اما توی ایران نه، توی ایران تقریبا همه شغل ها یا دولتی هستن یا وابسته به دولت. همین گزارش نقضی که دوست عزیزمون خوندن توی ارومیه، چند تا کارگر شهرداری افشاگری کردن در مورد دزدی، به جای اینکه بیان اون افرادی که این کارو کردن اخراج کنن، یا حالا هر چی میگن، حالا کلمش هم یادم رفت، به جای اینکه بیان برخورد کنن باهاشون، بله دقیقاً، میان کارگر یا اون شخصی که افشاگرده رو اخراج میکنن، و موارد این مدلی خیلی زیاد دارید. اما در مورد نقص هم که آقای بازداران و این خانم عزیز هم گفتن، ببینید بین خانم ها و آقایون که اصلا وحشتناک تبعیض وجود داره. همین موردی که الان خانم گفتن، پوشش، ببینید آخه یه شخص باید بیاد کار کنه، شما باید عمل کردش رو، بازدهی کارش رو ببینید، پوششش مثلا چه من همین فکر کنم دو ماه پیش بود یه دونه خبر خوندم توی یکی از کارخونهای ریسندگی توی مازندران، یه خانومی مقنعش گیر کرد توی دستگاه و اون دستگاه خانومو کشید داخل و متاسفانه فوت کرد. این هم وضعیت پوشش یا هر اتفاقی که قرار بیفته، یعنی حقوق که نمیدن، معوقات وحشتناک زیاد توی این گرونی هست. از یه طرف هم این فشارهای این مدلی رو میارن، اصلا ما خب واسه همینه دیگه. ببینید شما حساب کنید توی خاورمیانه ایران باید وضعیتش، با اینکه ثروت وحش خیلی زیادی داره، باید وضعیتش این باشه. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشت. متشکرم جناب شایگان. بله متاسفانه من الان اسمشون یه وقتی که بیشتر موارد میذارم سوپاپ اطمینان این حکومت جمهوری اسلامی. ایرانی‌ها واقعا حالا نگین چی میگن نژاد پرستی، ولی واقعا من هرچی برآورد می‌کنم، حالا آدمایی که از کشورهای مختلف باشون برخورد کردم، واقعا ایرانی‌ها هم کلا آدمای نابغه‌ای هستند.
و اگر متوجه موضوعی بشن قطعا تا بهترین مرحله پیش میرن، ولی خب این باعث خطره برای همچین حکومت های مستبدی که الان مثلا ما شامل حالمون هست تو ایران. عملا اگر مردم دو تا چهار تا رو دستشون بیاد و بتونن از حق خودشون دفاع کنن، دیگه خب اینا آقایون باید کاسه گذار جمع کنن بره. نمونهش یه مدتی فکر کنم سال 81 فکر کنم یه تجارت چیز اومده بود، خدایا شرکت هرمی به اصطلاح شده بود، شرکت هرمی مثلا این کلمهشو خوشم نمیاد چون اولا معنی نداره، ولی خب به این اسم اووردن. خب توی یه همچین مجموعه های افراد دور هم جمع میشدن با مشاغل مختلف، حالا اون شده یه سوژه که مثلا در کنار هم باشن، ولی عملا افراد با شغل‌های مختلف با همدیگه آشنا میشدن. حالا بعدا پیش نمیومد که از شهرهای مختلف باشن، ولی حالا تو شهر خودشون، تو همون شهر خودشون وقتی حدودا 200 نفر 300 نفر بعضا حالا یه وقتی پیش میومد مثلا جایی من میشم که مثلا شاید 500 600 نفر دور هم جمع میشدن. این تجمعه چیز ساده ای بود، عملا هیچ اتفاق خاصی توش نمیاد، فقط آشنایی بود بین همدیگه، من شما رو میشناسم شما منو میشناسین، خب شما چه کاره، این هممون درگیر یک کار بودیم به صرف اینکه حالا هم شغلای مختلف داشتیم، و این شده بود باعث ترس این حکومت. عملا اگه حسابش بکنی اصلا جای ترس معنی نداره، خب یه گروه جمع شدن 500 نفر 600 نفر، نه اصلا 1000 نفر دیگه، بیشتر که نیستن که، 1000 نفر توی یه شهر، 500 نفر توی یه شهر دیگه، اینا دور هم جمع شدن در یه رابطه با هم دیگه دارن بهش وجه مشترک پیدا کردن. چه تفاوتی داره برای شما؟ 1000 بهانه درست کردن تا این وضعیت رو به هم بزنن که این کار اتفاق نیفته. چرا؟ چون تنها وجه اشتراکی که برای این دولت خطر داره اتحاد این جماعته، حالا به هر شکلی، از بابت شغل، از بابت تحصیل، حتی مهمونی. الان ببینید شما مهمونی هایی که حالا به اسم مختلف میگیرنشون و آزار اذیتشون میکنن، اینا ظاهرش به خاطر به اسم اختلاط میگیرنشون، ولی اصلا تجمع برای این حکومت مثل سم میمونه. ممنونم از دوستان، اگر کسی صحبتی نداره در خدمت بانو ترابی باشیم با موضوع وضعیت کارگران بازنشسته. بانو ترابی شما آماده هستین؟ ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید. با سلام خدمت دوستان گرامی. همه اقشار جامعه پس از 30 سال کار بازنشسته میشن، البته تو کشور ایران. وقتی کسی در این جامعه کار کرده از یه جایی باید به استراحت بپردازه. بازنشستگان سالهای طولانی کار کردن، زحمت کشیدن و دوره جوانیشون رو سپری کردن، به احتمال زیاد بخشی از سلامتیشون رو در گرو گذاشتن و با وجود نوه و فرزندان بزرگ نیازمند حمایت هستن. از این رو همه موارد عقلی و قانونی حکم میکنه که دوران بازنشستگی به شکلی باشه که افراد بتونن استراحت کنن و به فرزندان و امورات زندگی خودشون بپردازن و یه مقدار تفریح داشته باشن، یه مقدار به سلامتیشون بپردازن و استراحت کنن. یک بازنشسته زمانی که لازم بوده کار کرده و الان باید یه مستمری کافی داشته باشه که بتونه از زندگیش لذت ببره و زندگیش رو حتی بتونه مدیریت کنه. در شرایطی که از زندگی اقتصادی، از نظر اقتصادی دچار مشکلات، تورم بالا و گرانی هستیم و تناسب بین درآمد و هزینه خانوار با مشکلات مواجهه، کمک به معیشت بازنشستگان رو اقدام شایسته‌ای می‌دونیم و هر راهی که در جهت ترمیم وضعیت معیشت بازنشستگان انجام بشه قابل ستایشه. شاید افزایش حقوق بازنشستگان از نظر اقتصادی بار تورمی داشته باشه یا بر دولت یه هزینه های مضاعفی رو تحمیل کنه، اما دولت باید به فکر تأمین معیشت اونها هم باشه و حداقل های معیشتی بازنشستگان رو در حد کسب و کاری که داشتن فراهم کنه. اعتراضات 1401 بازنشستگان، به خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی، در ادامه سالهای گذشته در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و وضعیت نامساعد معیشتی در شهرهای مختلف ایران،
به شکل تجمع و راهپیمایی شکل گرفته و ادامه داشته. بازنشستگان نسبت به مصوبه روز 15 خرداد هیئت وزیران مبنی بر افزایش 10% حقوقشون اعتراض کردن و به اعتراضشون هم ادامه دادن و خواهان ازدیاد حقوق به میزان نرخ موجود سبد معیشتی خودشون شدن. از ابتدای سال جاری دولت با قطع ارز 4200 تومانی و قطع یارانه کالاهای پایه‌ای باعث گرانی چندین برابری آرد و روغن و برنج و گوشت قرمز و مرغ و دیگر مواد غذایی شد. این اقدام اعتراضات عمومی وسیعی رو در شهرهای مختلف کشورمون به همراه داشت. این تجمعات که در چند روز اخیر شدت بیشتری به خود گرفته و در تهران در مقابل مجلس و در سایر شهرها هم در مقابل ادارات سازمان به خصوص سازمان‌های تامین اجتماعی یا در مقابل استانداری‌ها برپا شدند. معترضان شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر رئیسی، مرگ بر دولت مردم فریب سر داده و صفوف نیروهای امنیتی که مانع ادامه راهپیمایی خیابانی به خصوص در قیام بازنشستگان تبریز بودن رو در هم شکستند. یک شنبه 25 اردیبهشت گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تبریز، اهواز، قزوین، عراق، مشهد، اصفهان و ایلام در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان دست به تجمع زده و شعار می‌دادند. وزیر، البته ببخشید من نباید نگم، ولی خب شعار مردمه، وزیر بی‌لیاقت، استعفا، استعفا، معیشت، منزلت، حق معیشت، منزلت و معیشت و منزلت حق مسلم ماست و فقط کف خیابون به دست میاد حقوقمون. همچین شعارهایی میدادن. اونها مطالباتشون رو افزایش حقوق در مبازات خط فقر، اجرای قانون همسانسازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبات مربوط به حقوقشون عنوان کردن. این اعتراضات در روزهای دیگه و در شهرهای مختلف ایران در روزها و ماهای بعد هم ادامه داشت. از جمله دوشنبه 26 اردیبهشت ما جمعی از بازنشستگان در شهرهای تبریز، اهواز، قزوین، عراق، مشهد، اصفهان و ایلام در مقابل ادارات تامین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند. یک شنبه 1 خرداد 1401 یک نمونه دیگه عرض می‌کنم. تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در شهرهای کرج، اهواز، تبریز، کرمان، رشت، کرمانشاه و قزوین و در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان مربوط دست به اعتراض زدند. اینها نمونه‌های کوچکی از این اعتراضات بازنشستگانه و ما هر روز شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان عزیز کشورمون هستیم که خواهان مطالبات و دستمزدها و افزایش حقوق متناسب با روند تورم و غیره هستند. به گزارش شهرآرا نیوز اعلام افزایش 10% مستمری بازنشستگان سایر سطوح در حالی که سازمان تامین اجتماعی افزایش 38% مستمری این گروه رو پیشنهاد کرده بود موجب نارضایتی بازنشستگان شده و حسن علی مرادی فعال صنفی بازنشستگان در این رابطه میگه مگر ماده 96 نمیگه مستمری بازنشستگان باید به اندازه هزینه های زندگی و تورم زیاد بشه؟ حساب کنین تورم تجمیعی سال 1400 و بهار سال جاری چقدره. هزینه های واقعی زندگی بازنشستگان بیش از 100% افزایش یافته، ولی من فکر میکنم که از 200% هم بیشتر افزایش یافته، شاید هم 300%. چطور افزایش حقوق رو فقط 10% در نظر گرفتن؟ و زمان واریز ما به تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عرض کردن که مشخص شد. یعنی خبرهایی به این شکل ما همینجوری میخوندیم که زمان واریز ما به تفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد، ولی اصلا معلوم نبود که کی هست، چجوری هست، به چه شکله و آیا صحت داره یا نه.
میگه مرادی با بیان اینکه جمعیت گسترده ای از بازنشستگان در عنوان میانه بگیر هستند ولی در واقعیت فقط کمی بیشتر از حد اقل مستمری دریافت دارند، اضافه میکنه افزایش 10% مستمری بازنشستگان سایر سطوح هم ما بهش معترضیم و بازنشستگان کارگری عموما کم درآمد هستند و نزدیک به حد اقل دریافتی دارند. بازنشسته ای که سایر سطوح محسوب میشه فقط چند صد هزار تومان یا نهایت 1,000,000 تومان بیشتر از حداقل مستمری دریافتی داره. آیا عادلانه است که مشمول افزایش 10% بشه؟ به گفته وی افزایش اجاره خونه و اقلام خوراکی کمر بازنشستگان رو خم کرده. ما انتظار داشتیم نه تنها به مصوبه مزدی شورای عالی کار عمل کنند بلکه متناسب سازی رو برای بهبود وضعیت معاش بازنشستگان هم ادامه بدن، اما حالا مشخص شده که حمایت از بازنشستگان فقط شعاره و در عمل معنایی نداره. این فعال صنفی بازنشستگان تایید میکنه که انتظار داریم دولت این مصوبه غیرقانونی رو باطل کنه و افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه مصوبه مزدی شورای عالی کار رو به رسمیت بشناسند. افزایش 10% هیچ معنی نداره جز فقیرتر سازی بازنشستگان و از بین بردن متوسط بگیران. میگه تا دیر نشده این مصوبه رو باید خودشون باطل کنن. این که افزایش حقوق بازنشستگان 38% یا 18% یا 57% یا 10% باشه موضوع روز اعتراضات بازنشستگانه. وعده های پوشالی دولت و پیچوندن موضوع و موکول کردن به فردا و پس فردا خشم عزیزان ما رو برانگیخته. عزیزانی که پدران و مادران ما هستند و درگیر مشکلات مالی و اقتصادی فراوانند که با گرانی و تورم روزافزون جور در نمیاد و از طرفی روند میانسالی و کهنسالی و بیماری ها و هزینه های بسیار سنگین درمان بازنشستگان رو درمانده کرده. امید ما آگاهی مردم عزیز و مطالبه گری حقوق ذاتی و شهروندی خودشون هست و مانع شدن از این که در قصر طلایی ایران با این همه ثروت زندگی کنیم ولی با روند نزولی و افولی مدیریت سیاسیون و نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های کاملا غلط حکومتی مردم رو در قحطی و گرسنگی به سرحد خشم و فریاد و نفرت برسونن و مجبور بشن در خیابان با فریاد حقوق خود را با فریاد حقوقشون رو مطالبه کنن و متاسفانه گروهی از این عزیزان درمانده به جرم اغتشاش و برهم زدن نظم نظام جمهوری اسلامی و همدستی با گروه و گروهک فلان و بهمان با تحقیر و ضرب و شتم روانه زندان‌هایی بشن که مملو از دادخواهان و مردم عادی که از زور گشنگی فریاد برآورده بودند و حالا باید منتظر خبرهای بد و بدتر باشن. به امید آگاهی عموم مردم از حقوقشون که من اینجا میخواستم سخنم رو قطع کنم ولی دوست دارم یه قسمتی رو دوباره اضافه کنم که امروز قرار بوده دولت مصوبه افزایش 38% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رو ابلاغ کنه. همه منتظر این لحظه هستن، یعنی فقر و تنگدستی در میان بازنشستگان به حدی رسیده که لحظه شماری میکنن برای اینکه دولت این مصوبه رو ابلاغ کنه. یعنی اینکه ببینیم آیا دولت واقعا به این پایبنده، از کجا میخواد این مبلغ رو تامین کنه و کی میخواد توی سفره مردم نون بیاد و بازنشستگان بتونن یک نفس راحت بکشن و بتونن یه آرامش داشته باشن و بتونن خیلی راحت اگر مشکلی براشون پیش بیاد اون مشکلشون رو مدیریت کنن. واقعا ما نمیدونیم، همه منتظر این وعده هستیم و وعده‌ای که پوشالی نباشه و توخالی نباشه. ممنونم که مایک رو به من دادین، من مایک رو رها میکنم. تشکر از گوش دادن شما. سپاس از شما بانو ترابی، ممنون از مطالبی که ارائه دادین. واقعا جای بسی تأسف شنیدن این موارد
من معتقدم که دو تا قشر واقعا توی هر جامعه جزو اقشار ضعیف حساب میشن، یکی کودکان و یکی هم بازنشستگان. هر دو تقریبا میشه گفتش که حالا تو ایران این شکلیه که من اینجوری دیدم که تقریبا حامی خوبی ندارن. بچه ها تا سنی که مثلا حالا راهنمایی یا بعضا دبیرستان، ولی کودکان بیشتر و بازنشسته و عملا کودکان آینده سازای جامعه که باید حسابی سپورت بشن که بتونن یه آینده خوبی رو برای جامعه رقم بزنن که خب حمایت نمیشن. بازنشسته هم که تمام جوانیش رو بذاشتن رو کشور، کشور آباد کردن، حالا تو هر زمینه که مشغولیت بشه و الان باید در آرامش باشن و ببینن که خب ثمره کاری که کردن حالا دارن میبینن و از این خوشحال بشن که خب اگر زحمتی کشیدن، هر کسی وظیفه‌ش رو انجام داده تو جامعه که زندگی کرده، ولی خب اگر زحمتی کشیده، فعالیتی کرده و حالا از جون دل مایه گذاشته، خب حالا الان داره قدردانی میشه ازش و خب حالا میتونه یه زندگی آرامش بخش داشته باشه حالا تا ادامه زندگیش. ولی خب جای بسی تأسفه که با این دوتا قش اصلا درست برخورد نمیشه. چند وقت پیش یادم این دوتا قش که بود که یه آقای معاون اول این آقای رئیسی گفته بود که بازنشسته ها همه مصرف کننده، اینا هیچ فایده واسه ما ندارن. اصلا من موندم که چطور اجازه دادن اصلا تا الان سر دو پای خودش را بره. اصلا برای یه آدمی که حالا یه همچین پستی بهش دادن جسارتش به کارگری عمله، یه عمله اینجوری حرف نمیزنه که یه کسی که مثلا گذاشتن به عنوان معاون اول رئیس جمهور برگرده به جماعتی به این عظمت. آیا شما خودت از زیر بوته به دنیا اومدی، پدر مادر نداشتی، این پدر مادر فعالیت توی جامعه نداشتن، ندیدی که اینا چجوری کار کردن، الان بازنشست نشدن، تو اصلا اینا رو درک نکردی که همزی دهنت بازمونی همچه حرفی میزنی، اصلا هم کسی برنگشت بودی یا چه کار تو این چه طرز حرف زدن بود با این بازنشست ها. فقط اون بازنشست ها رو بیشه شد که خب بعضی هاشون حالا توی فضای مجازی در برابرش صحبت هایی کردن، ولی خب اولا حرفی که زده شد دیگه پس گرفته نمیشه. بسیار عالی، سپاس از شما بانو ترابی عزیز. در این قسمت در خدمت بانو پریا ترابی هستیم. البته اگر دوستان صحبتی نداشته باشن که ارائه بدن با موضوع روز جهانی عکاسی. بانو ترابی ما در خدمت شما هستیم. بر شما دوستان عزیز، 19 آگست مصادف با 28 مرداد ماه روز جهانی عکاسیه که در تقویم بسیاری از کشورها روز جهانی عکاسی نامگذاری شده. همین باعث شده افراد بسیاری از جمله عکاسان و دیگر هنرمندان این روز رو در شبکه‌های اجتماعی با پست عکس به هم تبریک بگن. اما شاید برای شما هم این سوال پیش بیاد که حالا چرا 19 آگست؟ واقعیت اینه که این ایده نامگذاری در این روز به عنوان روز جهانی عکاسی قدمت زیادی نداره و به سال 2010 برمیگرده که جوان استرالیایی این روز رو در وبسایتش به عنوان روز جهانی عکاسی راه اندازی کرده و پیشنهاد میده که این روز رو به عنوان روز جهانی عکاسی گرامی بداریم. عکاسی یکی از شغلاییه که هم جنبه هنری داره هم جنبه کاری داره، ولی امروزه بیشتر به عنوان یک شغل و یک منبع درآمد مورد استفاده قرار میگیره. توی ایران متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی حقوق انسانی هنرمندان به ویژه دیگراندیشان مانند حقوق گروه‌های معترض دیگر همچون روشنفکران، نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، آموزگاران، عکاسان، کارگران، اقلیت‌های قومی و دینی، وکلا، فعالان حقوق بشر و زنان نقض می‌کند. در سالهای اخیر مخصوصا در دهه 90 نیز موجی از سرکوب هنرمندانی که هنرشان منبع درآمدشان بوده آغاز شده، به عنوان مثال شاعران، نویسندگان و مخصوصا عکاس ها.
حوزه هنری سازمان تبلیغاتی اسلامی پیش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سینماهای ایران نظارت تمامیت خواهانه داره. این بدین معنیه که زمانی که دولت یکی از سینماها یا یکی از نشریه ها یا حتی یکی از شرکت ها رو ازشون مجوز کارشون رو ازشون بگیره، خیلی ها بیکار میشن، خیلی از عکاسا بیکار میشن و عکاسایی که منبع درآمدی ندارن و نمیتونن اجاره خونه بدن، بیمه بدن و خیلی از هزینه های دیگه شون رو بدن. این در حالیه که دولت در این مواقع با شرایط خیلی خیلی سخت پس از گذر کردن از هفت خان رستم، حالا شاید حقوق بیکاری بهشون بده، اونم شاید در گذشته بده. حالا در گذشته مردم برای هر کار اداری که داشتن باید به عکاسی مراجعه میکردن و عکس پرسونلی میگرفتن. اما خب امروزه بسیاری از مراکز اجرایی و اداری کار عکاسی ها رو انجام میدن و همه چیز تغییر کرده. وظیفه این مراکز تسهیل در امر صدور گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی برای مردمه که بعضی از مردمی که این کارو میکنن مهارت عکاسی ندارن، به همین دلیله که بیشتر مردم از عکس‌های روی مدارک شناساییشون راضی نیستن. برای مثال یکی از بزرگترین بحران‌های عکاسان توی دوران کرونا بوده، چون کرونا باعث تعطیلی تمام جشن‌ها و مجالس شده و ضربه اقتصادی بسیار بزرگی رو به عکاسانی که خصوصا نانآور خانه هستن زده. در حدود 5000 بیکار به جامعه بیکاران کشور اضافه شده. یادآوری در ادامه از نقش بیمه و مالیات میگه سازمان تامین اجتماعی و دارایی باید در این شرایط به کسبه کمک کنه، اما نه تنها کمکی از سمت آنها انجام نشده، بلکه با همون فشار سابق در حال اخذ بیمه و مالیات از مردم هستند. وی با اشاره به افزایش قیمت کاغذ و مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی ها میگه کاغذ حساس قبلا 800 تومان بوده، اما الان به بیش از 5 میلیون تومان رسیده و رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجلس تهران اونم میگه تمام لوازم عکاسی وارداتیه و ما در کشورمون تجهیزات عکاسی تولید نمی کنیم و همین مسئله وسایل اولیه مورد نیاز عکاسی و فیلمبرداری باعث شده همین مسئله که این وسایل توی کشور بسیار گران شه و کسی دیگه به دنبال این فعالیت و این شغل نره. رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران بازم میگه با تعطیلی تالارهای پذیرایی عملاً صاحبان واحدهای عکاسی و فیلمبرداری در تهران تعطیل شده و درآمدی ندارند. پیش از شروع بیماری کرونا بیش از 1800 واحد صنفی عکاسی و فیلمبرداری در تهران فعال بودند، اما همکنون تعداد آنها به کمتر از 1000 واحد صنفی کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم نبودن کار و تعطیلی مجالس در تهران یا در سطح کشور بوده. تعداد شاغلان در واحدهای صنفی عکاسی و فیلمبرداری در تهران در حال حاضر 10000 نفر شاغل در واحدهای صنفی ما در تهران بین 1500 تا 2000 نفر مشغول کار هستند و با تعطیلی عروسی ها و مجالس عملاً 80% همکاران ما بیکارند. وی با بیان اینکه واحدهای صنفی ما در تهران عملاً از 10 ماه پیش بیکار شدن گفت با شیوع بیماری کرونا از 10 ماه پیش وقتی مجلس تعطیل شد فیلمبرداری و عکاسی نیز در تهران عملاً تعطیل شد. در حال حاضر عکاسان و فیلمبرداران با مشکل جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. پیشخوان دولت پلیس 110 اداره ثبت و احوال به حریم ما تجاوز کرده و با تداخل صنفی که ایجاد میکنه مشکلاتی را برای عکاسان به وجود آورده
که باعث بیکاری بسیاری از اعضای این اتحادیه شده. این سازمان ها از عکس هایی که همکاران ما میگیرند همش ایراد میگیرند و یک عکاس یا کیوس که عکس آنجا تبعیه کردند و خودشان اقدام به عکس گرفتن میکنند. در آیین نامه این سازمان ها حق انداختن عکس وجود نداره، اما متاسفانه عکاسی و فیلمبرداری فلج شده و در سطح کشور حداقل 200,000 نفر بیکار شدن. در تهران از هر مغازه عکاسی 4 نفر در مجموع 60,000 نفر اشتغال زایی می کردن که در حال حاضر بسیاری از آنها بیکار شدن. مدارس هم اقدام به استخدام عکاس کردند. عکاسان از عکس‌های مربوط به مدارس، پاسپورت و تعویض کارت بیشترین درآمد را دارند. سهم هر واحد صنفی چند عروسی که بتواند از آن بیشتر سهم هر واحد صنفی چند عروسی که بتواند از آن درآمدزایی کنند. یاوری با اشاره به این که اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران به همین دلیل شکایت کرده است میگوید به اتاق اصناف، ادارات مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اماکن گزارش دادیم، اما هنوز نتونستیم به نتیجه‌ای برسیم. وی با اشاره به این که این وضعیت پیشخوان دولت باید مالیات‌های صنف عکاسان و فیلمبرداران رو بپردازه میگه این سازمان ها فعالیت های صنف ما را به مشکل روبرو کردند، بنابراین باید تاوان آنها را بپردازند. یک واحد جزء مالیات باید هزینه هایی همچون آب، برق، تلفن رو نیز پرداخت کنه. هر واحد صنفی در شرایط عادی میتونه برای 5-6 نفر اشتغال زایی کنه، اما در شرایط کنونی نهایتاً 2 نفر در هر واحد صنفی مشغول بکارند. نایب رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ایران در تشریح کمیسیون آموزش اتحادیه میگه این کمیسیون آموزش عکاسی رو به عهده داره. یکی از شاخصه های اخذ جواز باید در امتحان فنی اتحادیه نمره قبولی بگیریم. متقاضیان در صورت اخذ تخصص در این رشته می توانند یک واحد صنفی را بیاندازند. یاوری با اشاره به کمیسیون حل اختلاف و شکایت میگه چنانچه اعضای این اتحادیه با مشتری خود از لحاظ فنی، قیمت، کیفیت با مشکل روبرو شوند به کمیسیون حل اختلافات و شکایت مراجعه می کنند. خوشبختانه تا کنون این شکایت در اتحادیه حل و فصل شده و تا کنون پرونده‌ای به مراجعه قضایی ارسال نشده. چندی پیش مهرآیین این اتحادیه با بیان اینکه عمده مشکلات این صنف مربوط به شکایات مردمی از تخلفات مربوط به واحدهای فاقد پروانه کسب گفت متاسفانه حدود 1,000 واحد نیز بدون پروانه کسب مشغول به عکاسی هستند. این واحدها برای پنهان شدن از دید ارگانهای نظارتی عمدتاً به صورت غیرقانونی در اماکن مسکونی فعالیت دارند. اعمال تحریم های اقتصادی در افزایش قیمت این کالاها که عمدتاً از کشورهای اروپایی یا ژاپن تأمین میشه مؤثر بوده. ارائه خدمات در این خصوص دارای نرخ ثابت نیست، بلکه قیمت فیلم برداری از مجالس بر اساس نوع خدمات و طبق توافق با مشتریان تعیین میشه. گاه شاهد هستیم که عکس های یک عروسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، بنابراین اعتمادی به عکاسان و فیلمبرداران در مراسم ها به ویژه عروسی ها بسیار مهم به نظر میرسه. یاوری در این مورد میگه اعضای ما از چند سازمان معتبر تایید، اداره اماکن و دریافت عدم اعتیاد و سوء پیشینه میشوند. پس از آن موفق به اخذ مجوز می شوند. پس از اخذ مجوز یک واحد صنفی نیز تحت نظارت اداره اماکن، اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد. می توان گفت چنین اتفاقاتی توسط افرادی صورت می گیرند که مجوز ندارند و شهروندان وقتی با چنین مشکلی مواجه می شوند نمی توانند آن را پیگیری کنند.
به گفته وی وظیفه کمیته بازرسی اتحادیه قبل از جواز مغازه و تجهیزات یک واحد صنفی را بازدید می کند و اگر ضوابط عمومی دوربین مداربسته، کپسول آتش نشانی، دوربین و وسایل و نور باشد جواز آن واحد صادر می شود. ضمن آنکه این کمیته موظف است افرادی که به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند را شناسایی کند، به اتاق اصناف گزارش میدهد تا از طریق اداره اماکن پلم شود. حالا اینجا بیایم تا با چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط خود رژیم نوشته شده و توسط خود اونها هم انجام نمیشه بپردازیم. اصل 24، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه محل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشد و تفصیل آن را قانون معین می کند. اصل 28، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احضار جامعه ایجاد نماید. اصل 29، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است که همگان دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای افراد کشور تأمین کند. در آخر چند مثال از نقص حق آزادی عکاسان را می‌زنیم. موج جدید بازداشت و تفتیش منازل مستندسازان و عکاسان، موجی از دستگیری برخی مستندسازان و عکاسان سینما با حضور پرشمار ماموران امنیتی به خانه تعدادی از آنها کلید خورده. یک منبع مطلع با اعلام این خبر به ایران ویر گفته شب گذشته یعنی 19 اردیبهشت 1401 مینا کشاورز و فیروزه خسروانی دو مستندساز ایرانی در منزل خود دستگیر شدند. به گفته این منبع آگاه دلیل بازداشت مستندسازان هنوز مشخص نیست. به نظر میرسه موج بازداشت مستندسازان ایرانی و عکاسان تحت فشار قرار دادن برخی از آنها به دلیل بحران‌های معیشتی و گرانی‌های اخیر است. یکی از مستندسازان ایرانی که نخواست نامی از او منتشر بشه به ایران وایر گفت ماموران امنیتی و هجوم به منزل دو عکاس اموال اونا رو ضبط کردن و بردن. مینا کشاورز هم در حالی که سه‌شنبه شب عازم خارج از کشور بود بازداشت شد. گزارش هایی از تفتیش منزل یک مستندساز کرد نیز منتشر شده. همه بازداشت شدگان از سوی دادسرای ناحیه 33 به نام شهید مقدس بازداشت شدند. فیروزه خسروانی طی تماس با خانواده خود اطلاع داده که در بند 209 زندان اوین و تحت بازداشت وزارت اطلاعات. مینا کشاورز نیز در همونجا به سر میبره. ریحانه تراوتی عکاس سینمایی را هم روز دوشنبه 19 اردیبهشت طی حمله به منزل شخصی او بازداشت کردند. سال 2019 مستندی از مینا کشاورز در جشنواره برلیانه اگه من درست بگم پذیرفته شده. این مستند ساز با فیلمی با موضوع زنان در این اتفاق سینمایی حضور پیدا کرده. فیروزه خسروانی مستندساز ایرانی است که روز که به همراه مینا کشاورز دستگیر شده. او دانش آموخته هنر از آکادمی هنرهای زیبایی در ایتالیا است. خسروانی در سال 2022 برای مستند رادیوگرافی یک خانواده برنده جوایز بهترین فیلم مستند شده. ام
و نگار مسعودی عکاس و مستندساز. در آبان 99 بود که نگار مسعودی عکاس و مستندساز توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شد. تفتیش منزل پدری و ضبط برخی از وسایل شخصی این عکاس نیز بخشی از این پروژه بازداشت بود. بازداشتی که از هر گونه ضابطه قضایی خالی است و با توجه به پیشینه عوامل دستگاه سرکوب بیشتر به نوعی آدم ربایی میماند. نگار مسعودی که 35 ساله است و زمینه عکاسی و ساخت مستند فردی شناخته شده بود، در زمینه‌های حقوق بشری نیز فعالیت میکرد که از جمله آنها تلاش برای شفاف سازی پرونده قربانیان اسیدپاشی اصفهان بود. سلسله اسیدپاشی‌های اصفهان در سال 1393 رخ داد، زمانی که یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه منصوب خامنه‌ای، خواستار سلب امنیت از بدحجاب‌ها، چند موتور سوار به روی چند زن جوان در اصفهان اسید پاشیدند. مسئولان انتظامی در این پرونده و پیدا کردن متهم آشکار به خرج دادند و در حالی که پیدا بود به سرنخ‌های این اسید پاشی به کجا میرسد، عملاً کسی به عنوان متهم این پرونده معرفی نشد، تا اینکه در تابستان 97 وکیل مدافع قربانیان اسید پاشی اصفهان صراحتاً اعلام کرد که این پرونده بدون پیدا کردن هیچ متهمی مختومه اعلام شده. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی نه تنها عوامل خود را در زمینه اسیدپاشی در اصفهان را بازداشت نکرد، بلکه به سرکوب کسانی می‌پردازد که پیگیر آن پرونده بودند که نگار مسعودی از جمله از آنهاست. نگار مسعودی در تیر ماه 1397 نیز نمایشگاه عکس برگزار کرد که بخش بزرگی از عکس‌ها مربوط به مرضیه ابراهیمی میشد، قربانیه مشهور اسیدپاشی سریالی اصفهان. نگار مسعودی که خود را به عنوان فعال حقوق زنان نیز معرفی میکند، فیلم مستندی نیز با حضور مرضیه ابراهیمی ساخت. تلاش وافر او این بود که صدای مظلومیت این قربانیان جمهوری اسلامی را به گوش دنیا برساند. نگار مسعودی که کارشناسی ارشد پژوهش هنر دارد، در دی 1399 با قرار وثیقه بسیار سنگین 2,500,000,000 تومانی به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. در شهریور 1400 به دادگاه احضار شد و اتهامات او فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. برای اذهان مدرن حقوقی و قضایی سخت است که باور کنند یک عکاس و هنرمند به علت پیگیری حقوق شده جمعی شهروند به اقدام علیه امنیت ملی متهم شود، ولی در جمهوری اسلامی چنین پدیده هایی کاملا شایع است. دغدغه های نگار مسعودی از خلال سخن او کاملا پیدا بود. او خود میگوید پیگیر پرونده اسید پاشی شد چون نمیخواست این حادثه را فراموش کند و فراموش شود. نگاه هم به این موضوع اجتماعی خانم مسعودی میگه نگاهم به این موضوع اجتماعی بود، ولی نکته مهم این بود که احساس میکردم این حادثه فراموش شده است و وقتی دنبال مرضیه ابراهیمی بودم به این باور رسیدم، چون خیلی سخت او را پیدا کردم. من این کار را با مرضیه آغاز کردم چون اولا اسیدپاشی برایم مسئله بود و دوما مسئله مهم برایم این بود که چرا دختران اصفهانی قربانی اسیدپاشی حذف شدن و هیچ کس به آنها نمیپردازه. وضعیت این دختران به گونه ای که انگار جای مجرم و قربانی عوض شده و این موضوع برایم مهم بود. ممنون، سخنرانی من به اتمام رسید. من یک مقداری هم غیر از این که در مورد عکاسان صحبت کنم در مورد اسید پاشه صحبت کردم، امیدوارم که جالب شده باشه. خیلی ممنون زد. درود بر شما بانو ترابی عزیز، ممنون از توضیحاتتون در رابطه با روز جهانی عکاسی و هر آنچه که بر عکاسی و عکاسان در کشور ما ایران می‌گذرد توضیح دادید. بعد از جناب شایگان ما در خدمت شما هستیم. صحبت شما رو بشنویم.
درود مجدد خدمت همه دوستان. خیلی ممنونم از این همکار عزیزمون راجع به تمی که انتخاب کرده و موضوعی که انتخاب کرده بود، چون داغ دل من رو تازه کرد به عنوان یک دانشجوی اخراجی عکاسی. ولی جا داشت که عکاسی رو بیشتر باز میکردن ایشون، چون عکاسی طیف خیلی گسترده، یعنی یکی از گسترده ترین مشاغلی است که میتونه تو دنیا، یعنی تمام افراد جامعه فکر کنم در روز یک یا دو مورد راجع به عکاسی میبینن و باهاش در ارتباط هستن. عکاسی های صنعتی و تبلیغاتی داریم، مد و غیره، که همه اینا حقوقشون تو ایران داره ضایع میشه و کاش درباره این موضوع هم صحبت میگفت. فقط راجع به موضوع عکاسی عروسی و مجالس نمیگفتش. یک نمونه تجربه خودم هم بگم که در مورد استودیوهای عکاسی که ایشون گفتن که میان گیر میدن و چه کار میکنن و اینا. خب من اون اوایل که فکر کنم 10-12 سال پیش بود که بله من از دانشگاه اخراج شدم، بیکار بودم و چه کار کنم چه کار نکنم. تو یکی از این استودیوهای عکاسی تهران رفتم، شروع کردم به کار. تقریبا میتونم بگم هر هفته یا هر دو هفته یک بار مأموری میومدن، تمام کامپیوتر ما رو زیر و رو میکردن که اونجا عکس خانم بدون حجاب اگر بود باید ما جریمه میدادیم. اگر یک مثلا من به عنوان یک آقا از یک خانم تو اون لحظه داشتم عکاسی میکردم، جریمه میشدیم و هزاران مشکل دیگه. یک جمله هم بگم از یکی از اساتیدمون، خیلی جالب بود این جمله. میگفتش که از زمانی که دوربین اختراع شد، اهمیت عکاسی رو میخوام بگم، از زمانی که دوربین اختراع شد دیگه نه رودی شکافته شد و نه مرده‌ای زنده شد و نه چه میدونم ماهی دوشقه شد و فلان. پس عکاسی خیلی چیز مهمی است. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتی. متشکرم جناب شایان. بله واقعا هنر عکس گرفتن و در حال عکاسی جای قدردانی داره از بنیانگذارش، چون میتونیم تاریخ رو باش ثبت کنیم و خارج از نوشته اثرگذاری بیشتری رو هم میتونه داشته باشه. بانو خورازران در خدمت شما هستم، بفرمایید. سلام خدمت شما و بقیه دوستان عزیز. در راسته صحبت آقای شایگان و خانم ترابی میخوام بگم، دقیقا چون خودم استودیو دار بودم تو تهران، کرونا خیلی ضربه بزرگی زد. واقعا بزرگترین ضربه از کرونا ما عکاسا و فیلمبردارا خوردیم، چون خب کار ما بسته به مجالس عروسی بود، مجالس عروسی تعطیل شده بود، خیلی از همکارا از جمله خود من دیگه دیگه کارو گذاشتیم کنار، ورشکست شدیم، چون دیگه بعد اجاره مغازه باید بود، کارا بود. بعد دقیقاً آلبومی که ما میدادیم، آلبوم دیجیتالی که موقع میدادیم چاپ با 100 هزار تومان برای ما چاپ میکردن، الان 10 برابر 15 برابر شده. در صورت که ما قرارداد با مشتری یه قیمت فیکس کرده بودیم با توجه به اون هزینه‌ای که برای خودمون داشت، ولی الان یا بعد مدتی که موقع تحویل کارا شد اصلا همه چی ضرر شد. یعنی جوری شد که علاوه بر ضرر از جیبمون هم ما هزینه کردیم برای بابت اون مشتری. اتحادیه هیچ پشتیبانی از ما نمی‌کرد، فقط سال به سال حق عضویتش رو می‌گرفت. خیلی از همکارامون بودن که تو کرونا از دست دادیم همکارامون رو، بازم اتحادیه هیچ پشتیبانی از ما نمی‌کرد. خیلی دقیقاً همه صحبت های خانم ترابی دقیقا درست بود، بیشترین ضربه رو خوردیم. در رابطه با این تداخل صنفی، این الان سال هاست که تو اتحادیه بین چه الان که آقای یاوری رئیسن، چه قبلا که آقای باستانی بودن که فوت شدن، هنوزم که هنوز ما عکاسا این مشکل رو داریم، تداخل صنفی رو داریم. ولی خب بازم اتحادیه اونجوری که باید کار بکنه، دفاع بکنه از اعضاش، دفاع نمیکنه متاسفانه. خیلی از دوستا هستن که بدون جواز دارن کار میکنن، زیر ذره‌بین اتحادیه نیستن، ولی ما که جواز دار بودیم طبق فرمایش آقای شایگان، بله اگه میومد مغازه میدید که حالا
خب طبیعتاً باید نمونه کار عروسی باشه، وقتی که کارمون اینه، صنفمون اینه، باید نمونه‌ای داشته باشیم از عروس. ولی متاسفانه تا میفهمیدیم مأمور اومده همه رو باید قایم میکردیم. یا مثلا آقا اصلا تو مغازه نباید میبود، اگه بود مرد مغازه هم پلم شد سر همین مسائل. خیلی خیلی اصلا اوضاع خوبی نداشت اتحادیه و الانم که نداره. ممنون از موضوعی که به اشتراک گذاشتین بانو برادران. متاسفانه یه موضوع توی حکومت اسلامی هست به نام شرع اسلام که اصلا کسی ازش اطلاع نداره به جز همین آقایون روحانی، حالا روحانی که نمیشه گفت، همین جماعت، و از این کلمه میتونن هر گونه استفاده رو بکنن. شما مثلا در رابطه با عکاسی میفرمایید میتونن هزار تا بهانه بذارن که این به این دلیل به این دلیل به این دلیل اسلام بابت این کار شما به خطر میفته. حالا حرفایی که میزنن و در همه موارد، من بیشتر مفاد قانون اساسی رو که نگاه میکنیم، خب یه قانون خیلی خوبی رو توضیح داده که آقا خیلی هم عالیه، دولت موظفه هم چه کاری بکنه، این کارو میکنه، این کارو، همه چیش عالیه. بعد تاش آخر یه به شرطی که با موازین اسلام مغایرت نداشته باشه. خب دیگه اینجا دست همه بسته میشه. خب این قانون رو تصویب کردیم، این آخرش یه نقطه مجهوله، اینو کی میخواد مشخص بده؟ اونم میگن قانون مفاد دیگر قانون اون موضوع رو توضیح میدن. یعنی شما برو دنبال نخودسیا که خدا به داد بده اگه گرفتار بشین این دادگاه. خب دوستان کسی صحبتی دیگه داشته باشه در خدمتتون هستیم، اگر نه که در خدمت جناب شیر محمدی باشیم با موضوع اعتراض و اعتصاب کارگران. جناب شیر محمدی آماده هستین شما؟ بانو ترابی اگر صحبت، جناب شیر محمدی یه لحظه دارید، بانو ترابی شما صحبتی داشتین بفرمایید. بله، من خواستم اینجا در مورد عکاسانی که همراه و پا به پای خبرنگاران توی تظاهرات ها بودن و عکاسی می کردن و اونها هم گرفتار شدن و اونها هم بازداشت شدن و دوربیناشون رو توقیف کردن و اونها الان توی زندان ها به سر می برن و به جرم سیاسی الان توی زندان هستن و مشکلاتی که همه ما میدونیم براشون پیش اومده و هنوز هم توی زندان ها هستن. میخواستم یادی هم از اون بزرگ باران بکنم. متشکر، سپاس از شما. جناب شیر محمدی ما در خدمت شما هستیم. خب درود مجدد میفرستم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و دوستان خوبمون. سخنرانی من در رابطه با اعتراضات هستش که خدمتتون نمیدم. ما در حالی از اعتراضات و اعتصابات کارگران حرف میزنیم که نه تنها بار مشکلات معیشتی و اقتصادی را کارگران به تنهایی به دوش میکشند، بلکه هیچ سازمان و ارگان دولتی هم از این کارگران حمایت نمیکنند و کارگران هم نمیتوانند به هیچ یک از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی حتی مراجعه بکنند برای اقامه دعوا علیه کارفرما و یا در زمینه مشکلات پیرامون کارگران پیمانکاری، چرا که در این زمینه بررسی‌ها نشان داده که در بسیاری از موارد رأی حتی به نفع کارفرما یا پیمانکار صادر شده. حتی جمهوری اسلامی هم در طی همین چند ماه اخیر مسئولان نهادهایی که قرار بوده حامی کارگران باشند را هم تحت شدیدترین فشارها قرار داده. در حال حاضر که ما در حال بحث و گفتگو هستیم، چندین تن از افرادی که از زندانیان فعالان کارگری هستند متاسفانه در بند گرفتار هستند. چندین تن از این کارگران از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی از سندیکای کارگران و یا خانم آنوشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد و چند تن از دیگر دوستان. اینها همه به دلیل اینکه فعالین کارگری بودند و در زندان به سر می‌برند، هیچگونه راهی برای احقاق حق کارگران چه از راه قانونی و چه از لحاظ حمایتی از نهادهای در واقع مدنی که هستند، هیچگونه راهی برای این کارگران باقی نمونده.
اما دو نکته مجدداً در این زمینه حائز اهمیت هستش که توی بحث مختلف صحبتهایی که با کارگران معترض میشه اینا همیشه نمایان هست. یکی تعلل مجلس و زیان روزانه کارگرانه که میتونیم بهش اشاره‌ای داشته باشیم. طرح تبدیل وضعیت شغلی که با آینده شغلی هزاران یا شاید میلیون ها کارگر و سرکارگر دارد نباید به بهانه‌های مختلف نادیده گرفته شود. بنابراین خواستار تصویب این طرح مهم از سوی نمایندگان مجلس در سال جاری هستیم. شرکت های پیمانکاری که توسط سران حکومت و اطرافیان آنها تأسیس شده است هدفی جز استثمار بیشتر کارگران را ندارند. یک نمونه آن استثمار کارگران پیمانکاری در اهواز است. صاحبان این شرکت با سرقت نیم از دستمزد کارگران سبدهای هنگفتی برای خود به جیب زدند. حذف شرکت‌های پیمانکاری از خواستهای همیشگی کارگران میباشد. سپاه پاسداران بر بسیاری از این شرکت‌ها تسلط دارد و هر گونه مخالفت با این شرکت‌ها را برخلاف امنیت حکومت می‌داند. نکته دومی که مجدداً حائز اهمیت هست توی صحبت کارگران در رابطه با استقلال صندوق‌های بازنشستگی و کارگری هستش. صندوق‌های بازنشستگی اساساً مایملک هیچ دولتی محسوب نمی‌شوند و سرمایه ذخیره شده کارگران می‌باشند. بنابراین هیچ دولتی حق ندارد به این صندوق‌ها دست اندازی کند. اما در این سال‌ها سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی و کارگری توسط دولت‌ها و بانک‌های مختلف آن به تاراج رفته است. سران حکومت با دست اندازی بر روی سرمایه‌های این صندوق‌های بازنشستگی در چند سال گذشته مقداری از کسری بودجه خود را تأمین کرده‌اند. این اقدام به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است. سرقت سرمایه‌های بازنشستگان باعث هرچه فقیرتر شدن آنها شده. به دلیل استمرار این چالش اعتراضات گسترده بازنشستگان و کارگران در حال ارتقا است. در آخرین سلسله اعتراضات بازنشستگان با شعار شش کلاس درونگو حاصل وعده هاتکو به صراحت خواستار پاسخگویی رئیسی شدند. رئیسی به خوبی می‌داند اقدام به سرکوب بازنشستگان و کارگران می‌تواند عواقب بحران‌زا و جدی برای کل حاکمیت را در پیش داشته باشد. در ادامه من خیلی مختصر از وقایع اعتراضاتی که در واقع تو این چند روز اخیر گذشته و صحبتی که با کارگران شده و همچنین شعارهایی که در این اعتراضات داده شده را خدمتتون عنوان میکنم. به صورت مختصر از مهمترین در واقع اعتراضاتی که شکل گرفته بازنشستگان و کارگران در همین ماه جاری اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف برگزار شده. در اعتراضات خودشون علیه دولت رئیسی مجلس کارگران شعار دادن خاطر پاسخگویی مسئولین به خواسته‌هایشان شدند. این تجمع اعتراضی در بیش از 10 استان برگزار شده. بازنشستگان سایر استان‌ها به دلیل جاری شدن سیل امکان برگزاری تجمع نداشتند. این در حالیه که دیده شده فعالین کارگری که در بند هستند، در زندان هستند، جدیداً فراخوان میدن و سایرین فعالین و سایر افراد فعال در شهرهای دیگر رو هم دعوت میکنند. این خودش به همون زنگ خطری اشاره داره که من دوره اول صحبت هم گفتم که اگر به این اعتراضات پاسخ داده نشه میتونه برای خود حکومت هم خطرساز باشه. این تجمع اعتراضی بیش از 10 استان برگزار شده. بازنشستگان سایر استان ها به دلیل سیل و گرفتاری هایی که در جاده برشون اتفاق افتاده به این اعتراضات نپذیرفتن. اما در این تجمعات اعتراضی ما شاهد گسترگی این تجمعات بودیم که بازنشستگان و کارگران مخابرات تهران توسط نیروی انتظامی پراکنده شدند، اما آنان در محل دیگری مجدداً ادامه دادند. در مورد مشابه کتک زدن کارگر و بازداشت بازنشستگان کهنسال و توسط نیروهای جمهوری اسلامی و در واقع نیروهای سرکوبگر در خیابان تهران در منطقه خیابان سرباز جنگل منطقه 5 داشتیم. همچنین تجمع اعتراضی کارگران و همچنین بازنشستگان مخابرات ارومیه رو داشتیم و کارگران همچنین بازنشستگان مخابرات در استانهای کرمانشاه، کردستان، تهران و در واقع 7 شهر دیگه که نیروهای امنیتی در تهران مانع تجمع کارگران در برابر اداره کل مخابرات در خیابان سربر جنگل که همین الان خدمتتون گفتم شدن که استمرار نداشته باشه این تجمع.
کاسه کارگران و بازنشستگان در رابطه این اعتراضشون که اتفاق افتاده در واقع اشاره‌ای دارن به عملیاتی شدن آیین‌نامه 89، رفع مشکلات مربوط به هزینه درمان، نبود تأخیر در پرداخت جیره غیر نقدی و رفاهیات. آنها پیش از این نیز برای رسیدن به مطالبات خود در برابر اداره مخابرات استان‌های خود تجمع کردند. همزمان مجدداً باز شاهد تجمع دیگری هستیم در برابر استانداری خوزستان در اهواز. هرچه این روند در روزهای اخیر بررسی می‌کنیم، شاهد رادیکال‌تر شدن و مستقیم خطاب قرار دادن مسئولان حکومت نیز هستیم، به طوری که به عنوان مثال نغزه نه لبنان جانم فدای ایران سرداده شده. اما هرچند بی‌توجهی مسئولان بیشتر میشه، خشم کارگران و بازنشستگان در این امر بیشتر شده و شروع به دادن فراخوان‌های بیشتری برای تجمعات اعتراضی نیز هست. با توجه به فراخوان داده شده از سمت کارگران تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، رشت و در واقع در استان کرمانشاه بوده که ما مجددا شاهد دستگیری چند تن بودیم به دلیل اینکه شعارها رادیکال تر بوده، به طوری که شعار داده شده فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. همینطور تامین اجتماعی در مقابل اداره تامین اجتماعی در رشت بودیم به اینکه خواستار افزایش حقوق طبق مصوبه شورای عالی کار بودن. کارگران تامین اجتماعی رشت همچنین با دادن شعارهایی همچون توپ تانک پش بشه، مخبر باید کشته شه، دوباره نیروهای بازنشسته و کارگران شعار دادن. همچنین تو دور اول صحبتهایی که دوستان کردن اشاره کردن به اهواز و همچنین کارگران فولاد و پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان که تجمع داشتن. همچنین بسیاری از کارگرانی که به اصطلاح پرستاران و معلم ها هم جز کارگران حساب میشن، بسیاری از اینها رو اخراج کردن که به همین اخراج هم در اهواز در واقع تظاهراتی شکل گرفته. آرزم خدمتتون که صندوق‌های بازنشستگی همواره مقداری از کسری بودجه خود را تامین کردن. این اقدام به ورشکستگی صندوق‌ها منجر شده. سرقت سرمایه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها باعث هرچی فقیرتر شدن اونها شده. و در واقع اما در رابطه با افزایش حقوق ما مطلبی رو داشتیم که حائز اهمیت، اما در رابطه با افزایش حقوق در این حجم ناعدالتی و نابرابری، کمتر از 10% حقوق اپراتورهای برق منطقه زنجان هستش که باعث هرچی فقیرتر شدن اونها شده که دوستان اشاره‌ای داشتن در این زمینه. در همین رابطه هم مجدداً باز منطقه در خوزستان هستش که به پایین بودن حقوقشون کارکنان برق منطقه خوزستان هستن که استعفا دادن و همچنین استعفای تعدادی از کارمندان شرکت برق منطقه یزد رو داشتیم. طبق قانون بودجه 1401 حقوق کارمندان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید پرداخت بشه، اما حقوق کارگران بر اساس قانون کار و مصوبه و تصویب شورای عالی کار باید باشه که اتفاق نمیفته. مقامات دولتی به این ترتیب افزایش حقوق کمتر از 10% را برای اپراتورهای برق در رابطه با تظاهرات زنجان در نظر گرفتن که اینم خودش به نوع خودش خیلی حائز اهمیت است، 10% همش. و در رابطه با معلمین کارگر ما در واقع اعتراضاتی داشتیم. در این عین رسانه‌های اجتماعی نامه آقای هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران که در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است را منتشر کردند. آقای هاشم خواستار در این نامه به شرح دادگاه خود و پاسخ‌های کوبنده‌اش خطاب به قاضی اشاره کرده. آقای هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان آزاده ایران هست، از جمله کسانی هم هستش که بارها به زندان و تبعید محکوم شده و در آخرین دستگیریش در 13 بهمن 1398 که به 16 سال حبس محکوم گردیده. من در واقع معلم‌ها رو بررسی کردم، پرستارها رو بررسی کردم، کارگرانه که در حال حاضر متاسفانه این 6 ماه دوم که من بررسی میکردم، کارگرانه که 3 شغل هم رو بررسی کردم، هیچ چیزی در واقع ندیدم که اینها مشترک نباشه خواسته شد. و
در واقع یکی از مهمترین خواسته‌هاشون افزایش حقوق هست طبق مصوبه، حالا اونایی که اداریان طبق مصوبه و تعرفه‌هایی که هست، و در اومدن از این مافیای تیمبازی و پیمانکاری که شاید یه دوستان پیمانکاری هم داخل ایران کار کرده باشن، همه پیمانکارا اینجوری نیستن، اما بخش اعظمی که دچار این تیمبازی ها هستن، حق بیمه و تسهیلات ضرب کارگران که حتی بیمه نیستن، درد مشترکشون یکیه، و همچنین چیزی که من بررسی کردم چه در واقع کارمندان دولتی چه اونایی که سه شغله هستن آزاد کار میکنن سه خواسته اصلی داشتن که یکیش بیمه، یکیش افزایش درآمده، یکی هم دادن یک سری خدمات دولتی و در واقع وام هایی که اینا بتونن ادامه بدن این در واقع این زندگی رو. چون ما الان بحث کارگران سه شغله هم داریم، به این نتیجه میرسیم که وقتی که این اعتراضات رو دوباره بررسی میکنیم، فیلماش هست اگه دوستان دقت بکنن، از استیصال و خشم زیادی این کارگرا برخوردارن، یعنی دیگه این تبدیل شده، این اعتراض و تجمع تبدیل شده به خشم، و خشم هم هر زمان امکان داره که منجر به درگیری بشه، چند نیروهای داخلی چند نیروهای خارجی فرق نمیکنه، درگیری دو سرش از نظر شخصی من باخت هست که متاسفانه ما شاهد رادیکال تر شدن این شعارها هستیم که میبینیم بعضی از این اصناف حتی رنگ و روی سیاسی هم پیدا میکنن، که این خودش باز هم برای حکومت زنگ خطری هستش که زودتر به فکر بیفته. اما همونطور که بانو محترم دوستانم اشاره کردن، امروز هم ما منتظر این تصمیمات جدید مجلس هستیم، امیدواریم که بتونن دوستان فکری بکنن، وگرنه بسیار سخت‌تر خواهد شد. اینجوری که من بررسی کردم تمامی این اصناف رو. باز اگه سوالی هست، مطلبی هست، من میتونم در این رابطه براتون توضیح بدم. در خدمتتون هستم. سپاس جناب شیر محمدی عزیز. بله، یاد من آوردین با این شعاری که مردم دادن به این آقای مخبر، که این آقای مخبر همون معاون اول رئیس جمهور بود که اون صحبت در رابطه با بازنشسته‌ها گفته بود. و واقعا اصلا جای بحثی نداره که یه عملکرد این دولت رو توجیه کنید. یکی از اصولی که یکی از بندهای اصول قانون اساسی فکر کنم اصل سوم، یکیش اینه که دولت موظفه که یه پیریزی صحیحی داشته باشه در رابطه با قانونگذاری، که اگر اشتباه هم پیروزی اقتصادی صحیح و عادلانه است که باعث ایجاد رفاه و رفع فقر بشه در جامعه و همینطور برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه. این یکی از مفادیه که در قانون اساسی اومده، ولی میگم همه این مفاد زیبا نوشته شدن، ولی یه تبصره هم توش داره که طبق ضوابط اسلامی، این تیکه طبق ضوابط اسلامی معلوم نیست که اگر الان مردم گرفتار این وضعیتن مشکل از کجاست، دولت بلد نیست کاراش انجام بده، یا قانون یا ضوابط اسلامی مشکل داره، یا هر علت دیگه، ولی عملا حداقل بابت همین نقض این مفاد خود قانون اساسی که بنیانگذار این حکومت به نگارش در آورده، دولت زیر سواله. در هر دادگاهی که در هر منطقه، در هر گوشه از دنیا برای این حکومت در واقع علم میشه. جناب شما صحبتی دارین دستون بالا. بله جناب گلستان جون، یک در واقع پیغامی هم هستش در رابطه با کارگران هستش، دونستنش خالی از لطف نیست. خودسوزی 8 کارگر در 70 روز به دلیل مشکلات معیشتی که فکر کنم بقیه دوستان هم بدونن، اول خرداد، دوم خرداد، 8، 7، 14، 19 و آخریش 9 مرداد بوده که در واقع پیمانکار آب و فاضلاب در لاهیجان. این هم به نوع خودش میتونه زنگ خطری باشه که همون خشمی که خدمتتون گفتم جامعه شناسا بررسی کردن در واقع نهادینه شده و دیگه به گونه‌ای شده این در واقع این نقشی که من، یعنی این مطالعه که در رابطه با خودسوزی می‌کردم، به نوعی اعتراض هست، اما اعتراضی که دیگه متاسفانه برگشت ناپذیره. این هم به نوع خودش حائز
بله متاسفانه همینطور. جای تأسف داره در کشوری با یه همچین منابعی که عملا من این استنباط منه که اگر دور تو دور کشور ایران مثل دیوار چین دیوار بچینن اصلا ایران به هیچ کجای دنیا احتیاج نداره، یعنی اصلا احتیاج نداره به جای وصل بشه برای تامین یک قسمتی از هر محتاجی. اگر بگیم از منابع بگذریم، افراد نابغه رو تو کشور خودمون داریم که خب خیلی هاشون الان از ناچاری خارج از ایران زندگی میکنن که عملا وجود خود ایرانی در خود ایران و یک دیوار دور تا دور ایران، ایران رو به قطبی تبدیل میکنه که عملا سر و سر دنیا نمیتونه حریفش بشه. ولی خب نمیخوان، یعنی نمیخوان نمیذارن که این کار بشه. دوستان کسی صحبتی داره در این زمینه؟ ما سر و پا گوشیم. بله جناب طباطبایی در خدمت شما هستم، بفرمایید. با عرض سلام، من میخواستم بگم شما دلیل اصلی شو که کارگران الان در فقرن، در عذابن و اینکه از لحاظ معیشتی هیچ وقت به اون چیزی که باید برسن نمیرسن، و نه تنها الان و هیچ وقت تا زمانی که این حکومت هستش، اینه که تورمی که دارن برای همه جنسا، برای همه اقلام میارن، اون کارفرما نمیتونه اون سودی که میخواد بگیره به اون کارگراش برسه و به خاطر همین میاد حق حقوقشو میزنه. تمام چیزایی که به عنوان یک کارفرما باید به یک کارگر تعلق بده نمیده. خب من تازه از ایران اومدم و تازه رسیدم، یک ماه و نیم قبلش کار میکردم و اگرم صدامون در میومد تنها چیزی که به ما میگفتن ناراحتی، از اینجا میتونی بری و دنبال کار بگردی. و متاسفانه در ایران دنبال کار گشتن خودش یه پروسه 3-4 ماه هست. متوجه این چی میگم؟ یعنی انقدر اذیتتون میکنن که دیگه اصلا خسته بشی. و اگه بخوای بری تو کار آزاد، خب کار آزاد که ماشاءالله ماشاءالله باید انقدر سرمایه کلوم ببری تا بتونی یه شغلی داشته باشی. میخوام بگم اصلی ترین چیزی که داره این فشار رو به همه مردم میاره حکومت بیقانونیه که نمیان قانون بذارن و مردم بتونن تو هر قشری که هستن راحت تر زندگی کنن. ممنون از وقتی که به من دادید. سپاس از شما جناب طباطبایی عزیز. بله همینطوره، قرار نیست که من و شما تو اون کشور راحت زندگی کنیم. اگر قرار بود این کار رو بکنیم، هممون یاد میگرفتیم که به صورت برنده برنده کار کنیم. اگر شما کارفرما بودی، این درک داشتی که اگر من کارگر رو ساپورت کنی، من به بهترین شکل برای شما کار انجام میدم و شما برنده میشی، منم برنده هستم. قرار نیست اصلا این اتفاق بیفته. همه ما تو ایران زندگی کردیم و کار کردیم، حالا هر کسی تو مشاغل خودش. من در بانک کار میکردم، عملا بیشتر وقتا با مسئولین صحبت میکردیم، حالا مشاجره نمیشه بگم، ولی صحبت میکردیم و سر مطلب رو پاس میدادن به مقام بالادستشون. اگر پیگیری میشد که مثلا با اون آقا صحبت کنیم، اونم پاس میداد به یک کسی دیگه بالاتر از خودش. بعد نگاه میکردیم میبینیم اولا کسی از خودش حرفی نداره. مثلا من اگر رئیس شعبه هستم، از خودم حرف نمیزنم که آقا شما حق نداری مثلا این کار رو انجام بده، یا این حقوق به شما تعلق نمیگیره، برای اینکه من میگم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، یعنی به دلایل قانونی من میگم. نه، اصلا دلایل قانونی وجود نداشت و منم چون از پس جواب دادن شما برنمیومدم، بودم برای رئیس بالادست گفته که این کار باید انجام بده، شما باید این کار انجام بدید. خب به طب از اونه که الان موضوع بحثمون امنیت شغلی، از اونه که امنیت شغلی هم نبود، شما یا مجبور بودی گوش به حرف موافقت بدی یا تو اون سازمانی که هستی یا تو اون کاری که هستی داری کار انجام بدی با اون شرایطی که اون میخواد، یا که اصلا یا هم نمیشه بگیم که مثلا بری دنبال یه کار دیگه بگردی. شما خیلی خوشبینانه گفتید دو سه ماه خیلی به ندرت، مثلا الان. بسیار عالی جناب طباطبایی، دستتون بالا، صحبتی داریم؟ خیلی عذر میخوام، باید بیارم پایین. مرسی. خواهش. خب رسیدیم به بخش آخر جلسه‌مون به عنوان بحث آزاد در رابطه با امنیت شغلی.
که حالا با صحبت این دوستمون یه گذری به این موضوع انجام دادیم. ولی برای شروع که اصلا به این موضوع داخل بشیم، جا داره که بدونیم که همه افراد یه حقوقی دارن، از جمله همین حق کار. پروسه زندگی یه شکلی تو هر جامعه هست که بعضن یه فرد محصل بر حسب اون موقعیتی که فارغ التحصیل میشه باید وارد کار بشه. حالا اگر درس تئوری خونده وارد سازمان‌های اداری بشه، اگر نه حرفه‌ای خونده که خودش بخواد حرفه‌ای رو آغاز کنه باید ساپورت بشه تا بتونه اون حرفه‌ای رو که مد نظرش هست راه اندازی کنه. از اساس این رو باید بدونیم که خب من الان که فارغ التحصیل شدم حق این رو دارم که یک کار تو این جامعه داشته باشم. این برای ما خیلی ساده است چون اولا این کار اتفاق میفته، ولی اینکه به چشم یک حق ازش یاد بکنیم، نه اینطوری نیست. اگر به چشم حق یاد بکنیم، به فرض من باید وقتی به فرض حالا از دانشگاه فارغ التحصیل میشم، عملا بدونم که باید کجا مراجعه بکنم تا بتونم اون ادامه پروسه زندگی رو راه اندازی کنم. بخش اداریه، باید کدوم اداره مراجعه کنم، یا مثلا من فلان کس هستم در این زمینه فعالیت، در این زمینه تحصیلات دارم، آقا من چیکار می‌تونم بکنم. اگر نه قرار حرفه‌ای رو شروع کنم، به چه بخشی مراجعه کنم که بگم آقا مثلا من الان در این حرفه یه همچین مدرکی دارم و می‌خوام یه همچین کاری رو شروع کنم، امکانات لازم دارم و این امکانات رو من بدم. اساسا چون این موضوع اصلا تو کشور ما رنگ نداشته، این عنوان حق شغل داشتن به عنوان حق محسوب نشه، هیچ زادیه. خب من حالا درس خوندم، حالا دیگه درسم نمیشه، چیکار کنم؟ حالا باید برم کار کنم. یه کار که نمیتونم باشم، پس برم کار کنم. حالا این کار نشد، نشد یه کار دیگه، این نشد یه کار دیگه. هر کاری که شد دست به هر، اصلا به این فکر نکنم که مثلا من الان لیسانس به فرض مدیریت دارم، ولی حالا خب حالا کار نیست، چیکار کنم؟ برم در مغازه سوپرمارکت واسم بشم کار، یا برم توی فروشگاه بشم کار کنم. این نحوه عمل کرد بابت همون ندانستن اون حقیه که هر کسی داره و حمایت نشدنش. در رابطه با همین حق شغل، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 چند تا بند رو اشاره کرده که حالا لازم هست من اینجا این مفهوم رو عنوان بکنم، که گفته که هر شخصی حق داره کار داشته باشه و کارش رو به صورت آزادانه با یه شرایط در واقع منصفانه به صورت روتین انتخاب بکنه، به صورتی که فراخور حال اون شخص باشه و همینطور در برابر بیکاری حمایت بشه. همه حق دارن بدون هیچ تبعیضی در مقابل اون کاری که میکنن حقوق مساوی رو بگیرن. به فرض اگر یک خانم با یک آقا در با یک شرایط در یک سیستمی دارن کار میکنن، این تبعیض وجود نداره که ایشون خانم دستمزد پایه دستمزد مثلا طوری دیگه باشه، آقا به دلیل اینکه مثلا خب آقا هست در پایه حقوقش یه مقدار بیشتر از خانم. یا گفته که هر کسی که کار میکنه حق داره برای دفاع از منافع خودش خب یه اتحادیه رو تشکیل بده یا به یه اتحادیه بپیونده که بتونه از منافع خودش در واقع حفاظت بکنه. که اولا میبینیم حالا سالهای گذشته که اصلا اتحادیه ها اینقدر رنگ بوی الان رو که نداشتن، الان چند سالی که یه خورده فعالین بیشتر فعالیت میکنن و یه خورده رنگ پررنگتر این اتحادیه ها گرفته. عملا اگر اتحادیه هم وجود بیاد که یه خورده بخواد ابراز حضور بکنه، خیلی زود سرکوبش میکنن که بشین شایجات که ما الان آدم های تحصیل کرده و دانا اصلا احتیاج نداریم. حتی خب به این شکل بهش نمیگن، صحبت هایی که خب همه تون میدونیم به عنوان ضد حکومت و نقض امنیت کشوری و این حرفا رو، این انگار رو در واقع به اون فرد میزنن و زندانیش میکنن و انقدر اونجا نگرش میدارن بلا تکلیف بلا تکلیف بلا تکلیف، نه اینکه همون موقع میکننش بازداشت کنن ببرنش دادگاه تکلیف جانش، نه انقدر نگرش میدارن که
طرف اصلا از کرده و نکرده خودش پشیمون بشه و دیگه اگه هم احیانا آزادش کردن با تعهد و این حرفا دیگه دنبال این داستان نره. علاوه بر این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصل 28 قانون اساسی هم همین موضوع رو توضیح داده ولی با یه تبصره، همون تبصره که خدمتتون عرض کردم، گفته هر کسی هر داره شغل رو که بهش مایله انتخاب بکنه ولی مخالف اسلام و حقوق عمومی نباشه. به فرض مثلا همین عکاسی که خانم پورآذران صحبت کردن، بله شما میتونید انتخاب کنید شغل عکاسی رو ولی به شرطی اسلام به خطر نندازید. خب اسلام چجوری به خطر میندازه؟ میندازیم. خب حالا بعدا بتونید، حالا شما فعلا کارتون رو میکنید. خب یه دفعه اولا میشه میریزن تو مغازه شما میگن که بله شما بابت این عکسای گرفتین و خانوما با آقایون بودن و چه و فلان حرفا، شما بازداشتین، مغازتون هم بسته است. به هیچ کس هم جلوتون نمیتونه، جلوی اینو نمیتونه بگیره. چرا؟ چون میچسبوننش به اسلام، اسلام در خطره. این در خطر بودن اسلام سوپاپرتینان حکومت جمهوری اسلامی ایرانه. هر فعالیتی رو که بخواد سرکوبش بکنه همین رو بهش بچسبونه کارش تمومه. اگه طرف رو نکشنش حداقل یه جوری خفش مونن که دیگه اگه هم آزادش کردن دیگه کلن دست از این داستان برده. این تا اینجا موضوع مربوط میشد به انتخاب شغل و حالا در واقع حق شغل داشتن. میمونه امنیته. امنیت طبق صحبتی که آقای شایگان گفتن و آقای شیر محمدی، نه آقای طباطبایی بود، آقای طباطبایی بودن که اگر از این کار به هر علتی بخوای از کار بیرون باید دنبال جویای کار باشی. این برمیگرده به امنیت شغلی که یک فرد در دوائر دولتی، حالا من از بانک اطلاع دارم بقیه رو نمیدونم دقیقا سالش میتونه چقدر باشه، در برای بانک ها شما یک سال به صورت آموزشی مشغول به کار هستید. توی یه سال اگر احیانا هر گونه اشتباهی پیش بیاد یا هر اگر یه اتفاقی مثل این اتفاقی جدید هست پیش بیاد و به شما یه انگی رو بچسبونن، خب شما به سلامت، اصلا هیچ تعهدی هم وجود نداره چون یه ما آزمایشی بودی، امتحان دادی، قبول شدی، وارد شدی، ولی یه سال آزمایشی بودی. اگر این یه سال گذروندی و به سال دوم رسید، خب حالا شما کارمند رسمی میشی. حالا جای اطمینان خاصی نداره، یه پله از اون قبلیه شما اطمینان خاطر بیشتری دارید، ولی خب خیلی راحت میتونن با همین مواردی که بهتون همه میدونیم شما رو بذارن کنار. و مهم اینه که تمامی کارمنده، حالا میگم با زمان قدیمی ندار یه نمه بهتر بود، حالا اینقدر این شلوغی ها وجود ندار و مردم آگاه نبودن، مثل مثلا تو سرخورده هر کسی سرش رو میدن پایی هرچی هم میگفتن میگفت باشه چکار کنیم دیگه بده این کار میکنیم دیگه. تو اون یه شعاری هست میگن که آب باریکه رو گرفته بودن که از دستش دادن به هر قیمتی کارا رو انجام میدادن، ولی اینکه اصلا حالا بگیم حقش هم ضایع میشد. کما اینکه من شاهد خیلی از این موارد توی زمانی که کار میکردم بودم که بعدا باهاشون بحث میکردم، میگم خب تو الان داره این حد تو ضایع میکنی، خب اعتراض کن. گفتش که آقا من اعتراض کنم خب همین هم دیگه بهم نمیدن و اصلا من مغزم درد میگیره. میگم خدا یعنی چی؟ تو الان حق خودت رو، حقی که میدونی رو، همه میدونن، نه خودت میدونی، همه میدونن رو نمیگیری. چرا؟ برای اینکه اگه بخوای اعتراض بکنی اینم که الان این چیزی هم که الان دارن ازت میدن بد میدن رو ازت میگیرن. برای همین در تمامی مشاغل چون پیدا کردن کار سخت هست در ایران و عملا همه این رو میدونن که کسی پشت شما نیست، برای اینکه مرجعی وجود نداره که شما برین کاری رو پیدا بکنید، باید خودت بگردی و حالا الهی با میره تو با هر وضعیتی از کار کنید. چون این وضعیت هست همیشه این دغدغه رو داریم که خب اگه این کار رو از دست بره چیکار کنیم. یعنی اصلا آرامش خاطر شما هیچ وقت نداری، نه خودت نه خانواده، حالا اونایی که برعکس تو خانواده هم داره. اینها مواردی که نمیذاره آدم زندگی رو با اون آرامش طی کنه. در جهان اول حالا مثال نگرم، افراد وقتی وارد کار میشن چون از حق خودشون آگاهن خیلی معترضن تو همون محیط کاری. کارفرما نمیتونه بهشون چیز بگه، اشاف بکنه،
نهایت اگر نخون دنبال دادگاه و این حرفا باشن بر اساس اون سوء استفاده نمیشه، خیلی راحت میگه آقا من دیگه از فردا کار نمیکنم. مطمئنه که اگه از فردا اینجا کار نکنه یه جای دیگه کار هست. چرا؟ چون عملکردتون کشورها با کشور ما متفاوته، ولی تو کشور ما نه. طرف اگر پایین ترین شغل رو هم به دست بیاره کلاشو میزه پیش خودم یا خب الحمدلله حالا فلان این کاره هست حالا ببین چی میشه و این خیلی بده. دوستان اگر در رابطه با امنیت شغلی هر کسی نظری داره خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم. بله جناب احمدی خواهی عزیز. درود و وقت بخیر خدمت همگی دوستان عزیز. در راستای بحثتون، خب امنیت شغلی خب یه جور چون که تمام زندگی مادیه و خب تامین اجتماعی هم تو ایران وجود نداره دیگه، یعنی شما بیکارشی و اون هزینه‌های زندگی یا مریضی با خودت بده و خب تو وضعیت اقتصادی الان هم دیگه دوست و آشنا و فامیل کسی دیگه مثل گذشته نیست حمایتت کنه. در نتیجه امنیت شغلی اینجا امنیت جانیته فراتر از یک شغل ساده و نیروگونی، چون تمام زندگیت واسه اون داره ساپورت میشه. خب این آگاهی هم تو مردم نیست، به قول شما مبارزه کنن حق و مطالبه کنن یا هیچ نوع اتحادیه نیست. در شما نگاه کنید کشوری که یک امنیتی مردم امنیت خاطر دارن، چرا؟ چون که ساختار اتحادیه از شما راحت میتونی قبلش هنگام که شاغلی یا قبلش که شاغل میشی بری عضو این اتحادیه بشی و این اتحادیه خیلی محکم پشتت وای میشه، یا میتونی خودت یه بیمه خاصی بکنی به موقع وکیل بیاد وکیل بره دنبال کارت کارتو حقوقتو بگیره. نمیتونه هیچ کارفرما، ولی که میدونه خود کارفرما مطلعه که خب شما چه حق و حقوقی داری، سعی نمیکنه سعی میکنه که این مشکل ایجاد نشه، چون که میدونه مثلا تبعات خیلی بالایی داره. طرف مثلا شاید یه حقوق مثلا 1500 یوروئه، ولی اگه مثلا مشکل بخوری دفعه بعد 15000 یورو کارفرما پرداخت کنه به اضافه تمام هزینه های دادرسی و اینا. این ساختارا رو خود دولت جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین کارفرما قاعدتا سعی کرده حس بکنه که این ساختارا نباشه که خودش ما به ازا نده. وقتی خب ساختار ما یا حکومتیه یا دولتیه یا مثلا نهادهای مثلا چه میدونم چه خوزه مشهد و اینا هستن، اینا خب اینا چیزایی هستن که دل خود حکومت هستن، خیلی هم گسترده است توان مالی و کاریشون. یه سری هم هستن که خب خونه خود آقایونه، اینا خب سعی میکنن چون که عمده یه کار میشه خود آقایون و کارهای خصوصیشون و کارهای دولتی و حکومتیشون، و اینه بخوام بیان ساختارهای اتحادیه و اینا رو بذارن قاعدتا باید پاسخگو باشن. اینا میخوان سعی میکنن هزینهشون به حداقل برسه و مسئولیتشون هم باید در برسه، یعنی هر وقت خواستن طرف رو عوض کنن، هر وقت خواستن کسی خودشون رو بیارن کسی خودشون رو ببرن. و اگه شما بیاین این ساختارهای مثلا کشورهای پیشرفته بذاری، نمیتونی مثلا من نوعی که الان هستم اگه دولت عوض شد برای بذاری کنار، همیشه هم شاهد بدیم یه دولت عوض میشه یا یک مدیری عوض میشه، از آبدارچیش تا مدیر معاون خود اون فرد عوض میشه. آخه چه دلیل داره مثلا یه نفر عوض میشه آبدارچی کارمنده ساده عوض شه؟ به جز پارتی بازی و نبودن ساختار، من دارم کارم و وظیفه‌ام رو انجام میدم، دلیل نداره که منو بیان عوض کنه. این داستان یه دیکتاتوریه دیگه، ما مثلا کلا سیستم دیکتاتوری سعی میکنیم پوری که ما میخوایم باشه، حالا این وسط کی زده حرکت یه مشکل خودشه. به نظرم تا وقتی خب هم مردم آگاه نشن هم نخوان ما به ازا و هزینه شو بدن، قاعدتا اگه تو مثلا فلان کشور الان مردم راحتن الکی الکی نبوده که. خب قبلا تو همین اروپا 12 ساعت بعد کار میکردن، 7 روز هفته 6 روز هفته کار میکردن، تعارف هم نداشت، مردم رفتن مبارزه کردن جون دادن شکنجه شدن کشته شدن، مثلا چیزای وحشتناکی رخ داد. اگه برید شما تاریخو بخونید، ولی خب متاسفانه هر ملت ما اون درک نرسه این حقوقه و حقوق هم ما به ازاده، هیچکی نمیاد از حق خودش بگذاری. بالاخره کارفرما از دید خودش حقشه که آقا هر وقت خواستم یه نفر عوض کی میرسه و حقا برابر میشه که دو طرف اندازه به یه اندازه انرژی بذارن. خب منی که مثلا به قول شما دلم خوشه میگم آقا حقم هم خوردن، حالا حداقل این آپاریکه هست و هیچ وقت اصلاح نمیشه و برم از زندگیم بزنم، از راحتیم بزنم و منافعم بزنم، من منظور من نوعی کلیت مردم این دست به دست هم بدن میشه، ولی خب مردم نمیخوان این هزینه رو بدن. هر کم چسبیده به اونجایی که هست، اگه من یه پستی دارم نمیگم آقا رفیقام بیکار کردم منم برم اعتراض کنم، میگم آقا به من که نخو، من اگه من تعدیل کردن 30% رفتم بی دلیل
تعدید شدن، میگم آقا من که فعلا خدا رو شکر الحمدلله کار خودم رو دارم، ما گذشت حالا تا سری بعدی که تعدید میشه انشالله به ما هم دوباره نخواد. یعنی خیلی خودخواهانه نگم. متشکر، ممنون از بحثت. ممنون جناب احمد خان، متشکر نظرتون. بله متاسفانه، البته گفتم این به طور سیستماتیک اینجوری هست که قرار نیست من و شما راحت باشیم، وگرنه هر انسانی که یه مقدار تفکر بکنه یه وقتی که من یک فرد رو به عنوان جامعه به دانشگاه میرسونم و از دانشگاه فارغ التحصیل میکنم میشه، عملا اگر برآورد بکنن که چه هزینه‌ای برای این فرد به اجرا رسیده، عملا نمیتونن همینجوری ولش کنن به امان خدا، بگن خب حالا شما به فرض مثلا لیسانس چی رو گرفتی، حالا برو در سوپرمارکت وایسان. چه معنی داره این حرکت؟ این قرار نیست من و شما در کشور، یعنی کشورونو بسازیم. اگر این پایه برای این اساس بود، قطعا این وضعیت که ما الان داریم اینجوری نبود. جناب شایگان رو من دیدم نظرتون چی، من با این نظر مخالفم. حالا بعد از صحبت آقای بازداران صحبت شما رو می‌شنویم که نظر مخالف شما چی هست. جناب بازداران بفرمایید. آقای احمد تا ببخشید، اگر میشه جناب بازداران رو مایک آزاد کنید. درود بر شما. اول یه اعتراض میکنم، حالا با اینکه لایو هست ولی من اعتراض میکنم به این قضیه که دوستان مایکرو رو زود آزاد نمی کنم. در ادامه صحبت‌های شما جناب گلستان جان، طور که اشاره کردین توی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده که همه محق هستن به این حق که هر کاری رو که بخوان میتونن انتخاب بکنن، و در اصل 28 اشاره به این شده که نباید مخالف اسلام باشه، و با همین بندی که اضافه کردن مخالفت با اسلام، عملا یک سری شغل ها رو کلن حذف کردن که ما داخل جوامع پیشرفته اونها رو داریم میبینیم و بازدهی خوبی هم دارن. حالا بعضی وقتا ذهنهای منحرف به سمتی میره که یه سری مشاغل خاص رو در نظر میگیرن، ولی یه سری مشاغلی که واقعا میتونن خیلی ها رو از لحاظ مالی بی نیاز بکنن و الان بیکار هستن، مثلا داخل کشور خودمون جمعیت زیادی بیکار هست که میتونن در خیلی از کارخونه ها مشغول به کار باشن، ولی چون که اون قضیه رو اومدن حرامش کردن، کلن اون قضیه حذف شده دیگه، کارهای اون داخل اقتصاد کاملا از بین رفته. و همچنین در یه سری موارد دیگه یه سری از مشاغل برای نیمی از جمعیت کاملا ممنوع شده که خانم ها باشن. مثلا ما داخل کارهای فنی خانم ها رو نمیتونیم ببینیم که مشارکت داشته باشن، به خاطر اینکه اسلام به شکلی دست و بال رو بسته که اونها نمیتونن کار بکنن. مثلا یک شرکت خارجی که بیاد داخل ایران کار بکنه، مثلا توی قسمت‌های پتروشیمی می‌بینیم که خانم‌های جوشکار هستن که دارن کار می‌کنن. من خودم شرکت‌های کره‌ای رو دیدم که اومدن اونجا کار کردن و خانم‌ها و جوشکاراشون اکثرا خانم‌ها بودن. ولی ما خانم‌های ایرانی نمیتونن این شغل رو داشته باشن، به خاطر اینکه میگن نوع پوشش باید خاص باشه و نمی‌دونم اینجور چیزا. و همین باعث میشه که اون بند رو که داخل اعلامیه جهانی حقوق بشر بهش اشاره شده صراحتاً نتونن رعایت بکنن. و از طرف دیگه کسایی که وارد مشاغل میشن، حالا یه سری فیلترها رو رد میکنن وارد مشاغل میشن، باز میان باز با همین قضیه دست و بالشون رو میبندن. هر جایی که مسئله مشکلی پیش بیاد، همونطوری که خودتون اشاره کردین، از کار بیکارشون میکنن. و اسلام اومده یه جورهایی، به خاطر اینکه حکومت ما حکومت دینی است، یه جورهایی اومده مسلمون و مسلمون‌تر چیز کرده، یه جورهایی درجه بندی کرده مردم رو، و اونی که تشخیص میدن مسلمون‌تره محق‌تره به اون شغل.
و درآمد بالاتری میتونه داشته باشه و همینطور به خاطر همینه که مساوات از بین میره، همونطور که داخل سخنرانی من عرض کردم خدمتتون، و امنیت شغلی هم همینطوری از بین میره. متشکرم که مایکرو در اختیار من قرار دادید. بله ممنون از نظر. خب ابتدای صحبت های بیشایگان رو بشنویم که ببینیم نظر مخالفشون چی بود، بعد در خدمت بانو هاشمی هستیم و جناب شیر محمدی. جناب شایگان بفرمایید نظر مخالف بود. درود و مجدد. نظر مخالف راجب این موضوع نبود آقای گلستان جو، راجب موضوع قبلیتون بود که گفتیم که دور ایران دیوار بکشیم. من مخالفم این قضیه، چون دنیا دنیا ارتباطاته و باید همه با هم مرتبط باشن. البته من منظورم این نبود، گفتم اگر حتی این وضعیت رو انجام بدن، ایران انقدر منابع داره و افراد متفکر داره که احتیاج به هیچ کجای دنیا نداره، ولی نه منظورم نبود که این کار رو بکنه. بله حالا میگم اون مال بحث گذشته بود، الان بحث امنیت شغلیه. به نظر من خیلی هم بحث واقعا خوبیه. امنیت شغلی باعث خیلی چیزا میشه، یعنی شما وقتی یک شغلی داری که و مطمئنی از این شغلی که داری چه حمایت‌هایی خواهی شد، خود به خود خیلی مسائل اجتماعی حل میشه. ببینید یک شخصی وقتی که تشویش و دغدغه اینو نداشته باشه که آیا من از کارم بیکار خواهم شد یا نه، آیا شرکت یا مؤسسه یا حالا هر جایی که توش کار میکنم ورشکست بشه، حق و حقوق منو بده نده، منو اخراج بکنه، ببین یه تشویش و یه دغدغه خاطر وحشتناکی همیشه تو درون من هست. بعد این تشویش و این دغدغه خود به خود انتقال پیدا میکنه تو محیط خونه، تو محیط خانواده و دوستان و بیرون توی خیابون، همه اینا سلسله مراتب دیگه میره پیش میره و تو کل جامعه ما میبینیم که خب همه یا دپرسن یا به نوعی خشونت توشون وجود داره. بنابراین این خیلی مهمه که امنیت شغلی واقعا وجود داشته باشه، چون اجتماع رو می‌سازه، چون بخش عمده ای از قشر یک جامعه، مثلا جامعه مثل ایران، افرادی هستن که شاغلن و کارگرن، یعنی میزان درآمدی کمی دارن و متاسفانه شغلشون هم هیچ وقت به نوعی یعنی حمایت نمیشن از هیچ جایی. من فقط خواستم همین رو بگم. ممنونم که وقت در اختیارم گذاشتید. ممنون جناب شایگان، ممنون از صحبتتون. بانو هاشمی بفرمایید در خدمت شما. ببخشید جناب عباسی، ممنون از حضورتون. فکر کنم دوستمون مشکل داشتن خواستن که برن. خوشحال شدیم که در حضور شما بودیم. ممنون از حضورتون در جلسه. موفق باشید. بانو هاشمی بفرمایید. میخواستم به این نکته اشاره کنم که قبلا امنیت شغلی تو ایران بالاتر بود. توی دهه‌های 70 حالا من که سنم به اون موقع قد نمیده، ولی عموی من شهردار بودن، میگفتم ما جابجا میشدیم از این پست به پست دیگه منطقه، هیچ کسو جابجا نمیکردیم، یعنی نه با مدیر مالی کار داشتیم نه با مدیر قسمت های دیگه کار داشتیم. ولی الان مشکل به خاطر دزدیایی که میشه و من شاهد اون دزدی تو شهرداری بودم، اول از همه معاون و مدیر مالی اون قسمت از شهرداری رو تعویض میکنن، آدم خودشونو میارن. ما حتی توی قسمتی کار میکردیم، مدیر عامل که عوض شد، آبدارچیه خودشو از اون منطقه با خودش آورد، بعد یک ماه قبل از اینکه بره و بهش اعلام کردن تو باید بری، حتی اون آبدارچی رو عوض کرد، گفت بچه من دارم میرم، فلانی گفته که من میخوام تعویض بشم. اصلا امنیت شغلی تو ایران صفره. ما قبلا قراردادامون 3 ماهه بود، بعد 6 ماهه، بعد 1 ساله، و اصلا نمیتونستیم ما برنامه ریزی کنیم که آیا سال دیگه ما سر کار هستیم، ما سر کار نیستیم، به چه صورت میخواد باشه. نه این قسمتای شغل های اداری، قسمت بخش خصوصی هم همینه. من خواهم کرونا گرفت و خیلی حالش بد بود، واقعا نمیتونست بره و میگفت من وجدانم قبول نمیکنم، اگه برم سر کار همکاره دیگه من مریض میکنم. مون تا دورش تموم شه، موقعی که دورش تموم شد، وقتی که رفت سر کار اخراجش کردم، یه شرکت خصوصی بود.
ممنونم که مایک رو در اختیارم گذاشتی. خواهش می‌کنم. ممنون از نظرتون. بله متاسفانه در کشورهایی که حالا شایسته سالاری وجود نداشته باشه میشه وضعیت باندبازی. این مواردی که شما عنوان کردید، هر وقت هر کسی در هر پستی جابجا میشه، عملاً افراد تحت امرش باهاش جابجا میشن. برای اینکه حالا به قول شما در بخشش مبنی بر فساد اون قسمت میشه که خب اگر به فرض مدیر عامل مثلا حالا من بانک بگم، مدیر عامل بانک اگر عوض میشه، یه شعبه مگر مدیرش عوض میشه، اگر معاونش رو یه پست خوبتری بهش نده یا یه جوری در واقع تأمینش نکنه، خب خیلی مسئله رو میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته خب باید جا به جا اتفاق میشه در تمام پست ها در از اون بالا. بعد فقط الان تنها کسی که الان عوض نمیشه آقای خامنه ایه، بقیه رو از خامنه ای حذف کنیم، هر کی بخواد عوض بشه آدم ها باشه. الان اصلا چه معنی داره؟ تو کدوم کشور دنیا سراغ داریم که رئیس جمهور مدتش تموم بشه بعد حالا نمیگیم اصلا آدم مثبتی بوده یا نبوده، از این پست ورش دارن بذارن یه پست بالاتری. الان تو ایران هر رئیس جمهوری که دورش تموم شه میذارنشون مسئله تشکیل نظام. اصلا اینگاه یه چی بهش میگن، طرف هر چه آدم که کارایی نداشته باشه باید پست بهتری بهش بدن برای اینکه اون اتفاق بعدی نیفته که رو بشه موارد دیگه. جناب شیر محمدی در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون. من همه نکاتی که خواستم بگم دوستانم اشاره کردن، اما از نظر من امنیت شغلی الان در حال حاضر دیگه وجود نداره، چون تو بحث کارگری هم داشتیم، ما دیگه هر شغلی که دست میذاری اگر به مراتب شغلهای در واقع پستهای مدیریتی باشه، شغلهای در واقع به قول آقایون با پرستیژتری باشه، شما هم باید آشنا داشته باشی، هم پارتی بازی و همین که هر رئیسی که میاد ورن داره فک و فامیلاشو میاره و اصلا چیزی به نام شایسته سالاری وجود نداره. یعنی افرادی هستن که واقعا حتی دوستان خودشون سرشون تو اخبار هست میبینن، نماینده های مجلسی رو ما داریم که اصلا روخانی هم بعضا براشون سخته، چه برسه به این که بخوان یه پست مدیریتی یا مسئولیت چیزی رو براشون بگیرن. اما نکته ای که میخواستم خدمتون بگم، وقتی دیگه این شیرازه حکومت سوس شده دیگه از هر جهت، شما نگاه میکنین توی بحث مدیریت هاش، توی بحث شغل کارگری، توی هر چی نگاه میکنین، وقتی دیگه از اصلا کلا فروپاشیده است بیمار سیستم، به نظر من ما با نگاه و تفکری جز گذر از این دوره هیچ رقمه نمیتونیم آینده درستی رو برای خودمون متصور بشیم. فقط باید به قول معروف گفتنی شاید رادیکال باشه، اما گذار از جمهوری اسلامی فقط شاید بتونه چاره کار باشه که از زیر ساخت فرد یا اشخاص یا افرادی که شایسته هستن بیان از اول بخوان در واقع این مسئولیت رو قبول بکنن که بسازن، چون بحث پارتی بازی و رانتخاری و نمیدونم زد و بندا و الان هم که دیگه متأسفانه توی هر شغلی که میری سپاه تصاحب کرده و دیگه این عملا کاری نمیتونیم بکنیم. خیلی ممنون که ما ممنون از نظرتون. ولی یه موضوع رو من عنوان کنم که جناب شیر محمدی، عملا حکومت ها حالا تاریخ داره نشون میده حکومت ها کار خودشون میکنن و هر حکومتی هم از شده تا حالا تو ایران بهتری بعد از اون نیومده. چرا؟ چون مردم اون آگاهی لازمی رو که باید داشته باشن رو ندارن و هنوز حتی همین الان هم میتونم بگم برنده برنده بازی نمی کنن. الان تمام آدمایی که الان تو این تظاهرات ها شرکت میکنن، خب مگه بازنشسته فقط همین افرادن؟ نه، بازنشسته زیاد داریم، ولی چرا بقیه نمیان؟ برای اینکه این شرط برنده برنده بودن رو رعایت نمی‌کنن. تا وقتی این اتفاق نیفته، یعنی اگر من برای شما برای من مایه نذاریم، فرقی نمی‌کنه جمهوری اسلامی بره یکی دیگه بیاد، بازم همین داستانه، هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افته. تاریخ ایران اینو ثابت کرده، از خیلی سالهای قبل تا الان همین شکلی بوده، کم و زیاد شده ولی همینجوری بوده. زمانش حالا حکومت قبلی، من یه بخشی از زندگی به خیلی کوچیک توش بودم، برای زمان اون تایمی که من بودم خب برای من جذابیت داشت، ولی تو همون زمانم خیلی گرفتار بودن و حتی زمانهای قبلش. تا وقتی که
مردم نخوان از خودشون به عنوان اینکه من و شما یکی هستیم. تا وقتی اینو تو ذهنمون نکنیم فرق نمیکنه چه حکومتی باشه، همیشه همین داستان رو داریم. باید دعا کنیم که مردم اون آگاهی برسن که همه رو تن واحده حساب بکنن. بانو ترابی عزیز در خدمت شما هستم. درود بر شما. من هم میخواستم در کنار نظرات دوستان نظر خودم رو عرض کنم. امنیت شغلی زمانی شکل میگیره که از پایه و اساس، یعنی از زمانی که یه فرد دانش آموز هست و بتونه استعدادش کشف بشه و به دنبال اون استعدادی که داره بتونه آموزش داده بشه و براش سرمایه گذاری بشه در آینده، اون میتونه یه امنیت شغلی داشته باشه. مثل همین آوسبیلدونگ هایی که ما توی این کشور آلمان مثلا ما داریم میبینیم که مثلا یه فردی از بچگی نجاری رو به فرض دوست داره، یا بنایی دوست داره، یا مثلا کامپیوتر رو دوست داره، آرایشگری دوست داره، نمیدونم شیرینی پزی دوست داره و همون رو ادامه میده. برای اون شخص سرمایه گذاری میکنن و اونو آموزش میدن و در بهترین به اصطلاح امکانات رو براش قرار میدن، بهترین تجربیات رو کسب میکنه و یه آدم فوق العاده ماهری میشه. یه آدمی نمیشه که مثلا یه دفعه تصمیم بگیره که حالا مثلا من به فرض کامپیوتر خوندم ولی چون تو رشته خودم کار پیدا نمیکنم حالا برم مثلا این کار دیگر رو انجام بدم، به فرض برم نجاری کنم. نه، این امنیت شغلی حساب نمیشه. از طرف دیگه امنیت شغلی دو طرف است، یعنی هم کارفرما هم گیرنده کار جفتشون حقوقی دارن. وقتی که این حقوق یک طرفه باشه و اون گیرنده کار بهش هیچ اهمیتی داده نشه، بنابراین هیچ امنیت شغلی وجود نخواهد داشت. توی ایران همه ترس از این دارن که خب اگه به فرض کارفرما به من نصف حقوق بده یا یه برج حقوق نده، دو برج حقوق نده، سه ماه حقوق نده، من اگه حرف بزنم اعتراض کنم بریتب از کار اخراج میشم. بنابراین هیچ امنیت شغلی وجود نداره. بنابراین باید خفه بشم، صدامو خفه کنم، هیچی نگم، چون اگه بگم اخراج میشم، همین کارم هم از دست میدم. بنابراین این امنیت شغلی دو طرف است، باید هم کار فرما هم گیرنده کار هر دو به حقوق خودشون برسن. این باید مد نظر قرار بگیره. ممنونم که مایک رو به من دادیم. سپاس از شما بابت ارائه نظرتون. بله همینطوریه. اگر یه وقتایی، البته من این رو پیش خودم احساس کنم که همیشه ما دنبال یه مقصر میگردیم تو همه مراحل زندگی، دنبال یه مقصر میگردیم برای اینکه اون حالا اون ضعف خودمون رو توجیه کنیم. یه خاطره من بهتون عنوان کنم. یک بار با یه آقایی برخورد کردم که تحصیلات عالیه داشت ولی تو قسمت بلور فروشی کار میکرد. بعدم نه تو شهر خودشون اومده و تهران مثلا به حساب اینکه مثلا کار اونجا هست. بهشون گفتمش که شما فکر میکنید تو شهر خودتون کار نیست؟ گفتش که نه، شما اگه بیایید تو شهر ما ببینید میبینی همه جوان ها الله فرم کنم. در صورتی که حالا من اون شهرشون رو میدونستم و رفت آمدم داشتم. گفتمش که من یه مثال بزنم برای شما، چون میدونم اون شهری که شما هستین اکثرا بر حسب این که روستاهای زیادی داره کشاورزی خوبی هم داره. گفتمش که شما فکر میکنید که حالا اون جوانایی که میگین تو خیابون همه به قول شما الله فرم، اگر چند سال یه خیابون رو مثال بزنم، فکر کنید مثل خیابون ولیعصر تهران، باره اگر شما اول خیابون ولیعصر بمونید تا بعد از ظهر یه نفر رو میتونید 20 بار ببینید که این رفته تو طریق خیابون برگشت اومده، رفته دوباره برگشت اومده. گفتم خب به نظر شما اگه این آقا حالا چند سال این راه رو بره بیاد کسی بهش چیزی میده؟ گفتم خب نه، کسی چیزی نمیده. گفتم خب حالا اگر این آقا و چند تا دوستاش بیان حالا یه زمین بایر رو چند تا درخت پیش بکارن، بعد از 4 5 سال بالاخره درخت میوه میده دیگه، نه؟ گفتم آره. گفتم بالاخره یه چیزی دستشون میگیره. خب آخه هر کسی که این کارا نمیکنه. گفتم بله، من این یه کار مثال زدم مبنی بر اینکه شما اگه کار کن باشی خب میتونی برای خودت کار درست کنی، ولی یه خصلتی بعضن بعضی دارن که تن به هر کاری نمیدن. الان حالا شما که همه عزیزان که کشورهای خارجی هستین میبینین هر کار کاره،
اصلا کسی به این دید نگاه نمی‌کنه که مثلا شما مدیر عامل شرکت هستین و مثلا من یه کارمند جزءم. هر جفتمون داریم کار می‌کنیم. درسته شما جایگاه خودت داری، منم جایگاه خودم دارم، ولی خارج از این محیط شما کارمندی، منم دارم کار می‌کنم. کسی دید دیگه‌ای به ما نداره. ولی تو ایران یه موضوعی هست که مثلا من اصلا به نوبه میام به فرد، من الان لیسانس دارم، حالا برم در یک سوپرمارکت مثلا پسرمون میاد میگه بیا 30 سال درس 20 سال درس خوندی، حالا من درس رو از اول میذارم تو سوپرمارکت، باعث میشه یه چیزی دست گرفته. این نوع تفکرات و علاوه بر اون نداشتن آگاهی ها باعث این میشه که هی ما دنبال یه مقصر باشیم و عملا خودمون رو ببریم زیر سوال یا زیر بیریت کسی دیگه. ولی خب اگر یه خورده رو خودمون بیشتر سرمایه گذاری کنیم، همه دوست دارن یه حالا صحبت امنیت شغلی، همه دوست دارن کارمند باشن که یه امنیت شغلی داشته باشن. ایران یه اینجوریه، حالا اگه شما مورد مخالفه داریم به من بگید. بعد چون این پست رو میخوان به هر ترتیبی شده که مثلا بتونن به دست بیارن، به هر قیمتی هم میخوان نگرش دارن، بنابراین مجبورن هر سوء استفاده رو تحمل بکنن. هیچی هم نمیگن، حالا نمیگن مثلا اطلاعات حقوقی ندارن، عملا برای اینکه اون پست رو نگه دارن، حالا کارمند دولت باشه ولی خیلی پایین باشه، ولی میخوان اون رو نگه دارن. یه سری آیتم ها هست که ما باید تو خودمون تغییر بدیم تو کشورمون، که حالا جمهوری اسلامی هم رفت کنار، هر کی دیگه اومد، ما اون تغییر اساسی رو کرده باشیم که برای اون اصلا اهمیت نداشته باشه که حکومت اسلامی از غیر اسلامی از جمهوری از چی هست. من حق حقوق خودم رو میدونم و حالا یا جزء کارآفرینم یا عملا یه کسی هستم که تو اون موقعیت مفیدم، پس به تبع من برنده هم. حالا همه این صحبت هایی هم خارج از سیستم جمهوری اسلامی البته، چون اون اصلا سوای این موضوع هست. خب دوستان خوشحال شدم اولا که تو این جلسه با هم دیگه در کنار هم بودیم و تبادل نظر کردیم، صحبت های مفیدی هم من اجازتا دریافت کردم. ممنون از حضور همگیتون و اگر صحبتی نداشته باشین من یه یادآوری خدمت شما بکنم در پایان پایان صحبتامون، اینکه فعالیتاتون رو در این کمیته یه مقدار پررنگ‌تر بکنید. سعی کنین یه مقدار همه مفیدن ولی مفیدتر باشید. خدا رو سر زدم مرتبه شد که ما همه از ایران خارجیم، از یه بابت که حداقل یه آرامش بیشتری نسبت به هموطنامون بدیم. برای اینکه خیلی ها نمیتونن مثل ما بیان بیرون یا حالا هر علتی، ولی الان گرفتارن، به این فکر کنیم که چه کار میشه کرد که یه باری از رو دوش اونا برداریم. با این دید اگر بخواییم که حالا اون قسمتی که داریم کار میکنیم کار کنیم، واقعا میتونیم یه قدم های فوق‌العاده‌ای رو برداریم. به صرف یه سری کارهای جزئی انجام دادن، خب بالاخره کار انجام میشه، ولی خوبه که یه خورده اصولی تر باشه، یه مقدار قوی تر باشه، تا وقتی از میای بیرون و به عملکرد خودت نگاه میکنی یه خورده به عملکرد خودت بمانی. بگیم مثلا من الان به اینکه همه این کارا برای خودمون داریم انجام میدیم، برای هموطنم یه همچین کاری هم کردم، به خودم افتخار میکنم. ولی اگه غیر از این باشه، خب اولا نگاه میکنیم که خب حالا به صورت وظیفه فکر کردیم، مثلا حالا من برای یه کاری میکنم تو کمیته، خب حالا این کارا رو انجام میدم. بعد اگه خودت یه کنار نگاه کنی به خودت، میاد کاری هم نکردی، شرط کار ساده کرد. البته اینو جدی یادآوری به خودم گفتم و شما عزیزان که همه از من بهترین و برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستین موفق باشین، سلامت باشین و سرفراز. اگر صحبتی نداشته باشین ختم جلسه را اعلام کنم. صحبتی نیست. اوقات خوبی رو براتون آرزومندم. سربلند.